خب دوستان سلام، خیلی خوش آمدید به تلویزیون مردم، برنامه سربی با مردم. و امروز 27 فوریه سال 2022 است. هفته قبل ما یک برنامه خیلی کوتاه به شما تقدیم کردیم و یک قول خیلی بد گفتیم که میایم و یه برنامه اجرا میکنیم. دور از جونتون، این کمردرد ما رو رها نکرد و یاد گرفتم که هیچ چیزی 100% نیست، قول 100% ندیم. توی ایران، توی شیراز میگفتن که بی فکر پیش، یعنی نمیدونم، فکر میکردن اگه برای آینده برنامه داشته باشن اشکال برمیخوره و مشکلاتی پیدا میشه. در هر صورت امیدوارم که صدا و تصویرمون خوب باشه. تصویر یه سری اشکال داره، حوصله تنظیم دوربین با این سیستم رو نداشتم و همین الانم که با شما صحبت میکنم هنوز این کمربند همه کمربند پهلوانی، البته این پهلوان ایرانی خراب کرد، آبرو خودش هم برد. نمیدونم هایی که ایرانیه می نوشتنش، حال که ایرانی چی، مردکه کوتوله. دیدید بیشتر اینایی که میرن زیبایی اندام کار میکنن آدمای کوتوله ای هستن، بعدم خودشون هم میرن کمک میکنن به کوتوله موندنشون. این وزنهای سنگین رو که برمیدارن باعث میشه قدشون کوتاه بمونه، اون وقت از اونوری کوتاه، از اینوری پهن. باید یه تابلو چیز بزنیم، واید لود، یعنی لود پهن داره میاد. در صورت اونم اگه خواستید برید ببینید. دوستان اگر صدای من رو میشنوید روی فیسبوک بنویسید یا به یه طریقی به ما بگید که صدا و تصویر چگونه است تا بریم ببینیم که در جهان چه میگذره و چه خبر از ایران. خیلی جالبه از اون هفته تا این هفته یه دفعه چجوری بیش از 100,000 نفر آواره میشن، چندین نفر کشته میشن. یوکرین میگه ما 3,500 سرباز روسی رو کشتیم. این پروپاگاندا یا دروغگویی هایی که توی جنگ و اینا میگن هیچ کس به اندازه ایرانی ها باهاش آشنا نیست. رادیو ایران رو میگرفتیم میگو ما رفتیم بغداد رو فتح کردیم، رادیو عراق رو میگرفتیم میگو ما رفتیم تهران رو فتح کردیم، هر دوشون هم دروغ میگفتن. در صورت آری چنین بود برادر، رسم روزگار اینه. و متاسفانه پوتین به چه دلیلی هنوز معلوم نیست حمله کرده. آقای آتیلای خوشکل، دیروز برنامه خیلی قشنگ بود، خیلی جالب. من دیروز رفت بودم دیدن مادرم، بعد اونجا داشتم عکس نوه‌هامو بهش نشون میدادم، برنامه شما زنده که شروع شد زدم با مادرم نشستیم به اتفاق نگاه کردیم، چون مادر من یه سالی هم آلمان زندگی میکرد بعد که ما اومدیم اینجا. در اصل ازت ممنونم که لحظه های خوب زندگی خودت رو با دوستان خوبت شیر میکنی، در میون میذاری. خیلی از دوستا هستن فقط غم و غصه هاشون رو با دوستاشون سهیم میشن، شریک میشن، شیر میکنن. ولی من دیدم اون یادم نمیره که یه روز یکی از دوستانتون اومده بودن رفته بودن یه پلی که خیلی هم قفل زدن، اینم یه چیز مسخره، یه قفل میزنن به این پلا برای عشق و عاشقی. در صورت من به نوبه خودم از شما ممنونم. حالا فقط بهتون بگم من که نمیدونستم شما میای، ولی اینجا رو نگاه کن، نوشتم آتیلا آریا برنامه زنده از آلمان. خواستم اینجا تشکر کنم که حالا دیدم شما اومدی، ازتون تشکر کردم، ممنونم. و دوستان شما هم این کار رو انجام بدید، لازم نیست دوربین و سپایه و چراغ و میکروفون داشته باشید، با تلفن های دستیتون یه جایی میرید یه برنامه خوبی هست، لازم هم نیست نیم ساعت یه ساعت سرپا وایسی، همونجا دو سه دقیقه شو با دیگران شیر کنید. فکر کنید اگه هر کسی این کار رو انجام بده چقدر لحظه های خوب در زندگیمون میبینیم، به جای این همه اخبار، این همه کشت کشتار و خبرهای بد. من ممنونم بازم از شما، ایشالله هم صدا خوبه هم تصویر. حالا دیر اومدی طلبکارم شدی، تا هم شدی مثل خامنه ای. خیلی ها این مرد، این دیکتاتورا از مردم طلبکارم هستن. مثلا همین پوتین الان توی این ماجرا به دروغ میگه این آقای زلنسکی و نمیدونم حکومتش اینا مثل هیتلر هستن، مثل نازی ها هستن. حالا من نمیدونم راست یا دروغ، ولی دیدم که میگن این عموش، سه تا از عموهاش توی به اصطلاح جنگ با نازی ها کشته شدن
و این پدر یا پدر بزرگش که مونده هم که این نتیجه اوناست، خودش هم که یهودی هست. حالا چرا اسرائیل این وسط ساکت هست، حرف نمیزنه؟ اونم باید پرسید. خانم چیزم مسیح علی نژادم تا امروز صبح ساکت بود، حرف نمیزد. بعد دیدم یه عکسی گذاشته که یک سربازی داره میره، بچهش و سگش و اینها خدافزی میکنه. ببینیم آقای جلیلی از سوئد برای ما چی نوشته. آهان، یه پیغام گذاشته، الان نمیدونم، 3 ثانیه، پیغام 3 ثانیه معمولا چیزی نیست. خیلی ممنون آقای آتیلای عزیز و حمید یاوری، امیدوارم که یار و یاور مردم باشید و دوستان. و اما چه شد؟ اوکراین یا یوکرین، هی گفتن حمله میشه، هی گفتن نمیشه. این بیچاره هم آمد از به اصطلاح یونایتد یوروپ، یا شما یو ای میگین یا ایو میگین، در صورت اومد گفت کسی با ما هست؟ اون یاد امام حسین افتادم، گفت هل من نصر این اسرا، کسی هست؟ همه گفتن برو ما پشتتی، برو ما داریمت. یا آقای محسن لایق هر جا هست زنده و سلامت باشه، یه دستی میکشید به سیبیلاش، به این دوستان میگفت تو برو من هواتو دارم، بعدم خودش شروع میکرد به خندیدن. در صورت اینم از این ماجرا، امروز 8 اسفند سال 1400 برابر با 27 فوریه. و تشکر میکنم از آقای اکبر خالصی بوشهری، تشکر میکنم از پسر ایشون که اون نامه رو فرستادید و من سعی میکنم توی برنامه بخونم، شاید همین اول برنامه بخونم، ولی معمولا خبرهای خوب و بد رو با هم میگیم. به دوستانی که آقای منصور سپند رو میشناسن بگم که ایشون هم درگذشت، فوت شد، خدا رحمتش کنه اگه خدایی هست، اگه نیست یادش گرامی. من ایشون رو 2 بار دیدم، یکیش 22 سال پیش در تلویزیون رنگارنگ، فکر کنم اون موقع کتابی نوشته بود و اومده بود تور کتاب و ایناش، با هم صحبت کردیم و به من گفت که من برنامه‌های شما رو خیلی دوست دارم. بعد خندید، گفت البته میترسم جایی بگم، اینم جامعه ما، اینم ایرانی، اینم هنرمند، اینم برنامه گذار، که میترسن عقیده خودشون رو جایی عنوان کنن. بگذاریم، هرچه بود گذشت. و اجازه بدیم من نامه آقای اکبر خالصی رو که در رابطه با اون، ببینید پیوندها اینجوری میشه، پتیک با من تماس میگیره، یه چیزی برای من میگه راجع به بدهکاری اون شخص لور و اون که به طلبکاره گفت بایدم بخندی، الان دیگه به طلبت رسیدی میخندی و اینها. بعد من اینو که میگم یه جای دیگه به اصطلاح یه نفر دیگه مثل آقای اکبر خالصی بوشهری اونم میاد به اصطلاح صحبت میکنه و یه چیز دیگه میگه. این دوستمون نوشته که صدا، سلام آقای سوربی، صدا و تصویر عالیه، ممنونم. علی از تورنتو، علی آقا ما هم از شما ممنونیم، به قول دوستان علی یاره. و ببینم که در رابطه با صحبت بهان، خب این دوستان، من در رابطه با بازنشستگی و اینا که صحبت کردم، خیلی از دوستان هی گفتن آقا بازنشسته چیه، اینجا مگه نمیبینی طرف 80 سالشه تازه میره دانشگاه، 90 سالشه برنامه زنده میذاره. آره یه برنامه هم هست توی یوتیوب، یه پدر بزرگی اسباب بازی بچه ها رو وقتی میخرن این باز میکنه و میگه نظر من راجع بهش چیه، خیلی هم پربیننده است. در صورت یه نفرم لطف کرده بود به خاطر بازنشستگی من $100 هدیه فرستاد، حالا نمیدونم با این $100 باید سمعک بخرم، عینک بخرم، یا عصا بخرم، یا از این کمربند، این کمربنده یکم من اذیت میکنه بازش کنم. ببخشید این صدایی که میده صدای ورکلو، نه ورکلو میگفتن، اون چیزایی هست که میچسبه به هم، هر کسی هم اینو اختراع کرد، خیلی آدم باهوشی بود. این کمربنده رو دوستان بعضیا بهش سپورت هم میگن، این خیلی جالبه، این چند تا میله آهنی نیست، پلاستیک، خیلی محکمه، کمر شما رو میگیره که فشار به مهره ها نیاد، یعنی وزن بدن رو میفرسه روی هیپ، روی باسن شما. بعد این سیستمی که من دارم یک کمی هم پیشرفته است،
وقتی کاری نمی کنید این دوتا رو باز می کنید، باز میشه، راحت میچسبنش. وقتی میخوان دولاشید یه چیزی رو بلند کنید از زمین، اینو میکشید میبندید. یه شرکتی سال 2006 کار میکردم، اونجا قانون بود مجبورت میکردن که اینو ببندی. بعد چون آمریکا مهد آزادی و قانون و دادگاه و اینها، خیلی از کارمندا اون شرکت رو سو کردن، گفتن ما وقتی اینو میبندیم بدنمون به خارش میفته. مثلا حالا من هر وقت میخوام اینا رو چی کنم، سعی میکنم زیرش یا پیرن یا زیر پیرن چیزی پوشته باشم رو به بدن نچسبه. در صورت به نظر من چیزای خوبیه، ولی یه اشکالی که داره به شما اعتماد به نفس دروغین میده. مثل اینایی هست که میخوان وزن برداری کنن، دیدین کمرشون رو میبندن و میکشدش، اصلا نفسشو میدید میبنده، اون موقع میتونه اونو بلند کنه، ولی که فشار یه مقدار منتقل میکنه. اینا وقتی شما یکم کمر درد داری اینو میبندی، میگی به چه خوب شد، الان دیگه اوکی ام، دوباره شدم هرکول، برم هی به فکر جوان 15 ساله و 20 ساله چیزای سنگین بردارم. باورتون نمیشه، من دیروز وقتی از منزل مادرم اومدم اینا، گفتم چه خوب شد حاله، و از این چسبای چیز زده بودم، چسبای اونایی که شیراز هستن، دروازه اصفهان، بین بازار و دروازه اصفهان اون وقتا یه عده بودن این چیزا رو میفروختن، روغن نمیدونم ببر، روغن کوسه فلان. بعد من اینو دیدم، تایگر بام، یادم چند سال پیش یکی از دوستان برای من یه جعبه کوچولو، یه شیشه کوچولو از ایران آورده بود. وقتی هم میزنیم مثل اون دولپیک و بنگی و ویکس و این اون والدورن چه اینا یه کمی میسوزه، ولی خیلی جالب بود. اون روز رفتم هریستیتر و دیدم این نوشته 7 دلار، یا 5 تا یا 6 تا داخلش بود، 5 تا فرق پچز، اینا به این چسبا میگن پچ، مثل پنچگیری هم اون چیزا رو میگن پچ. خلاصه زدم، اینا هم باز به شما اعتماد به نفس بی خود میده. البته خب خوبه میذاره استراحت کنید بخوابید، و بیشتر مریضی ها بیماری ها خود بدن به ما پیغام میده که آقا خیلی از من کار کشیدی، استراحت کن. یه چیز جالب امروز دیدم نوشته بود، شما فکر میکنید مغز باهوشتره یا معده؟ معده وقتی خالی میشه به شما پیام میده که من خالی هستم، به هم خوراک بفرست. ولی خیلی ها هستن مغزشون خالیه، هیچ پیامی هم نمیده. این چیزای جالبه که آدم میتونه تو نوشته ها پیدا کنه. و متخصص این دو نوشته های خوبم آقای اکبری، همشهری من هست، و این آقای آتیلا آریا، ایشون هم باز همشهری من. در صورت من ممنونم. روغن ما رو کوسه میفروختن. آره یادتونه. خیلی چیزهای دیگه هم میفروختن، مهره ما رو نمیدونم چی چیه، کفتار رو اینا رو هم میفروختن. در اصل دوستان، من از شما باز یه بار دیگه عذر میخوام که هفته قبل برنامه رو نتونستم به خاطر اون کمردرد انجام بدم، و باز هم عذر میخوام که نتونستم قولی رو که تو اون برنامه دادم اجرا کنم. خیلی ممنون، متشکرم. این دوستمون AF5024، آقا اسمتو بنویس دیگه، گذشت اون وقتا. من یادمه اولین اسم اینترنتی که انتخاب کرده بودم چموش بود، چون یکی از دوستای ما یه سگی داشت، اسم سگشو گذاشته بود چموش، و من به نظرم اسم خوبی بود. اون دوران دیگه گذشت که اسمای قلابی انتخاب میکردن فلان اینا. دلیلش هم بهتون میگم، شما فکر کنید مثلا اگر اسم خودتون رو فیسبوک باشه، فامیلتون رو فیسبوک باشه، خیلی از دوستان قدیمتون میتونن پیدا کنن. میدونم بعضی از شما میگین آقا من از ایران در رفتم، نمیخوام هیچ که منو پیدا کنه. حقم دارید، به خاطر مزاحمتایی که میشه، به خاطر کارهای بیخود و خواهشای بیخود که میشه، ولی من به نظرم میاد دیگه زمان این چیزا گذشته. به همین خاطر من مثلا چون سوربی از gmail.com گرفته شده بود، یه چندش هم توسط داداشای خود من هست و اینا، من این USA که بگم کجا هستم، sorbi@gmail.com آدرس شخصی من هست، ولی info@mardomtv.com آدرس بیزینس هست. ضمناً اگه کسی دنبال یه پورتال خبری میگرده که بتونه استفاده کنه، اون مردم ریپورت اصلی که سال 2009
شروع شد، اون رو دامینش مال منه، مردم ریپورت.com، و حتی همین مردم تیوی رو میتونیم منتقل کنیم به یه سری جوانها، اونا بیان، ما مال پشت دوربین این و اون ور، اگر خواستن از تجربه‌ای که داریم استفاده کنیم، اگرم نه که بیاد یه سری نیرو جوان. من بارها گفتم من نمیخوام مثل دیگران جلو دوربین سکته کنم و بیفتم و بمیرم، ممکنه هر لحظه، ولی به نظر من باید این رسم بشه. من یادم ساینفیلد در اوج قدرت، در اوج بیننده های زیاد، گفت من میرم کنار. همه گفتن آقا دیوانه شدی حالا میری کنار؟ گفت آره من میخوام در اوج برم کنار، نمیخوام وقتی به ذلت و بدبختی و چیز افتادم، یعنی توی عرش که هستم میخوام برم. خب سلام به آقای سوربی، مردی اهل منطق و صراحت کلام، امیدوارم اینجوری باشه و خیلی از شما ممنونم. بریم نوشته آقای اکبر خالصی رو بخونیم و تشکر میکنم یه بار دیگه هم از آقای خالصی هم از فرزند ایشون که لطف میکنه هر وقت پدرش یه چیزی عکسی نوشته ای اینها هست برای من میفرسته. ایشون نوشتن که آقای سوربی با بهی و ارادت، چیزایی که اونایی که یه نسل جلوتر از ما هستن میگن و مینویسن، خطاشون معمولا قشنگتره اینا، البته بعضی وقتا ما نمیتونیم بخونیم متاسفانه. میگیم که آقای علی اکبر خالصی بوشهری، اصل داستان که در کتابهای قدیمی مطالعه کردم چنین است: یک نفر از دوستش وامی گرفت و گفت شنبه وام را پرداخت میکنم. بعد از چند سال روز شنبه در خیابان همدیگر را دیدم. طلبکار گفت قرار بود شنبه وامت را بپردازی، نباید بگن بدهکاریت رو بپردازی، اونم میشه وام. خب اون اخوان سالس هست میگه من آمدم تا وام بسپارم، نمیدونم بدهیم و کنار جام بگذارم و اینا، خیلی قشنگ بود شعرش. وامت را بپردازی، بدهکار گفت من که نگفتم کدام شنبه. در رابطه با ملا نصیرالدین هم میگن گفته فردا، هر وقت گفتن گفت من که گفتم فردا. یه جایی بودم طرف گفت که این مجانیه، گفتم فردا مجانیه، بعد نگاه که خندید گفت فردام بیام میگی فردا، گفتم من که گفتم فردا. بعد از چند سال روز شنبه در خیابان، گفت بدهکار گفت که من که نگفتم کدام شنبه، امروز که شنبه است میخواستم بدهی خود را بپردازم و برای پرداخت بدهی خود دو تا وام از شما میخواهم. طلبگار گفت چرا حالا دو تا وام؟ بدهکار گفت وام اول میخواهم یک آهنربا بخرم و به خود آویزان کنم و ضمن راه رفتن براده های آهن به اون جذب بشه، جذب کنم و در منزل نگهداری کنم. طلبکار گفت وام دوم رو برای چی میخوای؟ گفت که برای خرید یک دستگاه پرس که با آن براده ها را پرس کنم، وقتی که 10 تن شد ببرم اصفهان و هر سه وام شما را بپردازم. طلبکار شروع کرد به خندیدن. بدهکار گفت حالا که به پولت رسیدی میخندی. خب شما این چی نوشتید؟ اوبرهام یا رویا را یا رویا ورد با یه چیز اینجوری. این جمله آخر رو من نمیتونم بخونم. ارادتمند علی اکبر خالصی بوشهری، 22 فوریه 2022. این 22 فوریه میشه 2 22 22، یا بعضی هم میشن 22 2 22، هر جور بنویسی همش دو بود. حتی توی تلویزیون های آمریکایی جوک میگفتن، گفتن توزدی، یعنی روز عددهای دو. و این دوستان اسپانیش وقتی میگن تیوزدی، سه شنبه، یا ترزدی، اینو خیلی نزدیک میگن و متوجه نمیشه آدم. و هر وقت بهشون میگه آقا تو گفتی ترزدی، میگه نه گفتم تیوزدی. هر وقت گفتی تیوزدی، میگه نه گفتم ترزدی. اینم یه جار میگه که آقای زمانیان میگه که سرعت اینترنت خیلی کمه، افسوس. خب هی والا وایس از آخوندا دفاع کن. سلام سوربی جان عزیز، بنده خدا این دوستمون گفت که امروز برنامه داری یا نه، چون من دارم مهمونی میرم منزل خانم مادرم یا مادرزنم،
و اگه برنامه داری زودتر برگردم. گفتم آقا میخوای بهانه پیدا کنی از خانه مادر زن فرار کنی، چرا میندازیش گردن من؟ خب یه چیز که شد شامی که خوردی بلند شو برو خونتون. در اصل تو ایران شنیدم تازه ساعت 10-11 میرن مهمونی و دید و بازدید و اینا. حالا دو روز دیگه هم که لابد عید میاد، الان امروز 8 اسفند، چقدر 22 روز 21 روز دیگه مونده. و ضمناً در آمریکا گویا ساعت 11 صبح، در ایران 7 خورده. یه نفر ساعت دقیقش رو بنویسه، یا اگر لینکی هست که چی میگن گاه شمار لحظه شماره و میشماره میاد پایین، اگه لینکی هست لطف کنید روی فیسبوک بگذارید. خب عکس‌های از یوکرین می‌بینید، خبرهایی رو روسیه پخش کرد که آقا رئیس جمهور یوکرین فرار کرده، به روسیه پناهنده شده. خبرهای دروغی پخش کرد که ما دستگیرش کردیم، ولی این مرد جوان که یکی از دوستان به اشتباه گفت دلغک، البته خود دلغک بودن هم یه شغلیه تو آمریکا، دلغک استخدام میکنن که بیاد توی جشن‌ها و اینها، ولی این آقا دلغک نبود، این آقا کمدین بود. دوستان کار کمدین ها خیلی کار مشکلیه و خندوندن 200 نفر، 300 نفر، 10,000 نفر، 20,000 نفر خیلی کار مشکلیه، ولی این آمد و از روز اول با مردم خیلی خودمونی صحبت کرد، به همین خاطر هم شد رئیس جمهور. و وقتی هم شد رئیس جمهور گفت عکس من رو توی دفاتر و توی اداره و اینا نگذارین، عکس زن و بچه‌تون و فامیلتون رو بذارید که هر لحظه به اونا فکر کنید و هر کار خوبی انجام میدید برای اونا باشه. ولی الان شما نگاه کنید، آقای خامنه‌ای واقعا خجالت بکش، آقای خمینی شماها که اینقدر تو سر شاه و فرع زدین که عکس ها اینجوری، هر ببخشید دستشویی هم میری عکس شما دوتا رو زده. فیلم های ایرانی رو که نگاه میکنه آدم دیگه عقش میگیره، از بس اون مثل که فیلم کارگردان و اینا همه چاپلوس و دستمال به دست عمدن هنرپیشه رو میارن زیر قاب عکسی که خمینی و خامنه‌ای هستن فیلم میگیرن. خجالت بکشید. یه نفر یه جایی نوشته بود، حالا راست یا دروغش نمیدونم، هرگاه عکس یه نفر از اندازه تمبر پستی بزرگتر بشه این داره دیکتاتور میشه. و ببینید تو ساختمونا تو خیابونا چه عکسای بزرگی از اینا کشیدن، واقعا خجالت بکشین. به حرفای 44 سال پیش خودتون مراجعه کنید، از خودتون خجالت بکشین، چون یه نفر اگه از خودش خجالت بکشه شروع میشه که از مردم هم خجالت بکشه. دروغ نگه، اونایی که به مردم دروغ میگن اول به خودشون دروغ میگن که میتونن این قدرت رو پیدا کنن به دیگران دروغ بگن. در هر صورت من واقعا همیشه از خودم بپرسم اگه این بار آقای چیز زمانی کیومرس آره یک فیلم خوبی درست کرده، ویدیو راجع به انقلاب و شاه و رضا شاه و اینا میگه و میگه که اینا ببینید چه بلایی به سرشون خواهد آمد، یعنی اینا فکر نکنن همیشگی هن، جاودان هستن، ماندگار هستن، شما رو مردم بیچاره خواهند کرد. اینایی که مثل آقای فرزاد نیساری و دیگران میگن ما به شما رو به تیر چراغ برق میخوایم بزنیم و فلان، اینا خوبشه تازه، اونای دیگه شما رو تیک تیکه میکنن نمیذارن به اونجا برسی. برگردیم، اتفاقا همین آقای زمانی، بذارید من ویدیوش هم یه نشون بدم اینجا، اتفاقا قرار بود یه برنامه با ایشون داشته باشم ولی اون هفته نرسیدم، بیرون بودم. آقای تهمورس، ببخشید گفتم کیومرس، کیومرس نیست، آقای تهمورس زمانی، اینم وبسایت فیسبوکشون، ویدیوهایی رو درست میکنن، حرفای جالبی میزنن، مثلا راجع به این که آهان شاه پل ساخت، شاه ارتش ساخت، اینا ایشون خیلی قشنگ توضیح میده که چه اشتباهاتی بوده این کامرای دو، بله چه اشتباهاتی بوده در همون ساختن راه آهن، در همون بزرگ کردن ارتش، بعدم ارتشی که ما ندیدیم زمان رضا شاه رو چجوری فرار کرد و پادگان ها رو خالی کرد، چجوری سربازهای بیچاره که با پای خودشون رفته بودن پادگان، واقعا آقای زمانیان داشت میگفت باید برمیگشتن ده و شهر خودشون، خیلی هاشون از گرسنگی تلف شدن و اینها، واقعا ننگ بر کسی که
به خاطر عقده‌های خودش وقتی میاد قدرت میگیره دستش، بیاد اینجوری به مردم ظلم کنه، مردمی که قرنها زیر ظلم پادشاهان بودن و اینایی که میگن ما 7000 سال پادشاهی داشتیم حالا پادشاهی میخوایم، یکی بهشون بگه احمقا یکم فکر کنید، 7000 سال، 10000 سال، 2500 سال، 57 سال، 43 سال، هرچی فکر کنید، شما دیکتاتوری داشتید با نوعهای مختلف، برید دنبال دموکراسی. آقای طهمورث زمانی، من از شما ممنون و متشکرم، ویدیوتون رو من امروز نگاه کردم، خیلی جالب بود، ولی من هنوز یه سوالی دارم، چرا شما برای تهیه ویدیو یا توی همین به اصطلاح فیسبوک خانبالا از این کلاه مخصوص خودتون و سیبیل و حالا نمیدونم عینکی هستین یا عینک عمدن میزنید، چرا از این قیافه استفاده میکنید؟ حتما یه فلسفه پشتش هست، اینو به ما بگید تا ما هم بدونیم و به اصطلاح از شما ممنون بشیم. یک خانومی در اوکراین یا اوکراین به سربازای روسی گفته شماها بهتره که تخمه آفتابگردون تو جیبتون باشه. همه تعجب کردن، یکیشون گفته چرا؟ گفته برای که اینجا الان بخورین مشغول باشید، بعدم اینجا وقتی که مردین افتادین رو زمین، از به اصطلاح جنازه و جسد شما و اون تخمه آفتابگردون، ما شیرازی ها میگیم تخمک آفتابگردون، گلهای آفتابگردون بیاد بالا. شما فکر کن سرباز باشی، اسلحه دستت باشه، یه زن یوکرینی بیاد یه همچین حرفی بزنه. من خودم بودم، مأمور حکومت نظامی بودم، 14 تا سربازم همرام بود، اونجا بودیم، اسلحه‌مون دست، اسلحه پر فلان، ولی مردم رو میدیدیم، اینایی که میگن اسلحه میخواد، چجوری اونا اومدن گل گذاشتن توی لوله تفنگ ها؟ چرا شما اون راه رو پیدا نمی کنید؟ چرا شما نمیرید یک کتاب بخونید، How to organize or how to start or how to نمیدونم تأسیس چی میشه، چگونه تأسیس کنیم انجمن ها و سازمان های ریشه ای رو، گراس روت بهشون میگن، از پایین به بالا. هر کدوم از شما اومدین میخواییم برین اون بالا بشینید، یکتون میشه سخنگو، یکتون میشه پرزیدنت، یکتون میشه شاه، هیچ کم اون پایین نیست، اشکال اینه. ولی اگه خودتون قبول کنید که پایین هستین، نفر دست بغل دستی تو به اصطلاح جلب کنی، جذب کنی، دعوت کنی باهات، اون سازمان و انجمن ریشه‌ای و مردمی از پایین به بالا شروع میشه میاد. برگردیم به اوکراین و اینها، میدونید که شان پن یه هنرپیشه‌ای هست که خیلی حرف و حدیث دنبالش هست، چیزای خوب، چیزای بد. حتی این آقای شان پن کسیه که رفت با اون قاچاقچی مواد مخدر، نمیدونم چاپمن یا گوزمن هرچیه، دیدار داشت و اینها، که اونم بحث و گفتگوهای زیادیه. ولی حالا یه دفعه چجوری این بلند شده رفته، بذار ببینم اکثر میتونیم اینجا نشون بدیم. آها پلیر چهار، بذارید پلیر چهار اینم خاموش کنم، عکسای دیگر هم همینجا بهتون نشون بدم. بله ببینید، این آقای شان پن بلند شده رفته اوکراین. الان اگر پرواز نیست، هواپیما نیست، البته اینایی که پول دارن، بذارید من نمیدونم چرا این وای نمیشه آف شد، حالا پول دارن خب همه چی براشون میسر میشه، اگه هواپیمای معمولی مسافربری نمیره، اینا یه هواپیما استخدام میکنن، بعد اگه به من و شما ممکنه اجازه ویزا و فلان اینا ندن، اینا یه رابطی پیدا میکنن میرن. شان پن رفته اوکراین، جالبتر اینه که میگن رفته اونجا فیلم مستند بسازه. فیلمایی هم که این میسازه یا توش بازی میکنه معمولا فیلمای خوبیه. یکی از اون فیلمای خوب اون بود، Dead Man Walking، کسی که قرار بود اعدام بشه و داستان جالبی داره، اگه ندیدین برید حتما ببینید. اینم میتینگایی که گذاشتن، شان پن 5، حالا شان پن 6 رو هم براتون بیارم نشون بدم، نمیدونم چرا عکس ها اینجوری شد تو این قسمت، ولی اب نداره، میتونم اینجا براتون باز کنم. شان پن، بله
شاید تو این بهتر دیده بشه با این نشون بدم select area شان پن توی کامرای دو، این بهتره نه؟ حالا خلاصه بذاری بیدیم بعدش. در هر صورت شامپن رو همه تون بهتر از من میشناسید. اینم رفت رو 2 ثانیه میپره، خب این بیاد رو 10 ثانیه. دوستان اگه این برنامه رو از یوتیوب میبینید حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، اگر مشکلی، انتقادی، سوالی دارید بنویسید. من دیروز رفته بودم یه جایی، بعض وقتا بهتون بگم دیدید مثلا 2 نفر تصادف میکنن، خب شما میدونید تو این تصادف یه عده مجروح شدن، ولی از حماقت اینا بعضیاش خندش میگیره آدم و آدم بعد به خودش هم سرزنش میکنه که آدم بدی هستم خندم میگیره. من دیروز برام یکی پیغام گذاشته بود از همین لو لایف، یعنی پس فطرت، از همین پس فطرت های بیکار و معتاد و بنگی و اینا که میبینید، ولی خندم گرفت چون نوشته بود که سوربی، گفته بود 12 ثانیه، سوربی این ماشینی که به من فروختی که کار نمیکنه. حالا من 36 سال اولین شغلی که تو آمریکا داشتم به مدت 6 ماه همین ماشین فروشی و اینا بود که دیدم آدم خوبی نیستم برای ماشین فروختن. حقیقتش برای ماشین فروختن باید شما دروغ بگی، نه من نه داداشم نتونستیم، ول کردیم رفتیم دوباره کارمون، الحمدلله شد خیلی هم خوبم. ولی اون دوستمون که از قدیم هم ماشین فروش بود موند و بعدم رفت کالیفرنیا و اینا. بعد من براش نوشتم که این ماشین رو تو وقتی خریدی که نگفتی میخوای سوارش بشی، گفتی فلانجات گشاده، جا زیاد داره، من بهت این ماشین رو دادم که بچپونی فلانجات. بعد از خودم خندم گرفت که اولا من چرا به یه همچین کسی دارم جواب میدم، چون به ما یاد دادن ignore and block، ignore and deny، یعنی ببند طرف رو، بهشم هیچی نگو، چون شما الان همون الان که من دارم صحبت کنم یعنی خوشحاله راضی شده، ولی باید به خودمون قول بدیم. از طرفی دلم برای اینا میسوزه، اینا آدم های بدبختی هن که ندارن نه دوستی نه فامیلی، بعد ارزه و وجود اینم ندارن که آقا دیگه توی این دوران که شما الان میتونی برنامه زنده بذاری، این دوربین تو بگی دستت بذار روی کتابی، یک لیوانی رو اینجوری کات کن، لیوانای پلاستیکی، این دوربینه رو اینجوری بذار وسطش برنامه اجرا کن. دیدم 2 تا مسیج اومده، خیلی ممنون، متشکرم. بله آها، وسط برنامه ها اینو صداشو بستم که دیلینگ دیلینگ نکنه. خب آقای اکبری میگه روس‌ها خیلی نامردن، با تانک رفت عمدن رو ماشین شخصی در حال حرکت. آقای موثقی هم اینجا هستن، خیلی ممنون. من نمیدونم از آلمانه یا از فرانسه است، اینم بین 2 کشور میره و میاد. آقای زمانیان میگه در ایران چرا قبر پادشاه نداریم، ولی خارج 2 تا پادشاه داریم، محمد رضا شاه و احمد شاه. بعد در ایران قبر آقای کریم خان زند هست در موزه پارس، البته اونم مثل همین رئیس جمهور یوکرین گفت که من پادشاه نیستم، گفت من وکیل رعایا هست، رعایا هم چیزی هستم، یعنی من وکیل مردمم. و بعدم که اون قاجار وقتی به قدرت رسید نامردا سرشو بریدن گذاشتن زیر پله، من وقتی رفتم شیراز ایران سال 2005 اون چیز مال موزه برام توضیح داد که این اینجا بود و بعد برداشتن تمیز کردن به اصطلاح دوباره خاک کردن و اینها. در هر صورت اونایی که مردمی هستن به غیر از این که خودشون در دل مردم در فکر مردم میمونن، مقبرهشون هم میمونه. ولی دوستان فکر کنید همین مقبره با عظمتی که برای خمینی ساختن، این همه پول خرج کردن، کسی که میگن مسلمان ها حتی نباید سنگ قبر داشته باشن چون یه وقت خدای نکرده سنگ قبر این یکی از اون بهتر باشه، مردم فکر کنن این آدم بهتری بوده یا آدم بزرگتری بوده از لحاظ مقام. یعنی در مردن و در قبر سنا هم اسلام میخواد اینجوری مساوات و جامعه بی طبقه توحیدی رو رعایت کنه. اون وقت شما اومدید برای خمینی که همیشه یه پارچه سفیدی مینداخت زیر پاش که حتی صندلیش معلوم نشه، یه چنین قبر و بارگاهی ساختین و اینو مردم چه کار خواهند کرد؟ از خودتون سوال کنید
اینجوری هم که میسازن به درد مردم نمیخوره، چون مردم عادی نمیتونن تو اینا زندگی کنن. شما الان ببینید تو اوکراین مردم رفتن توی ایستگاه‌های مترو، چون هم زیر زمینه هم وسیله داره، 4 تا دستشویی، توالت داره، اونجا شب رو به روز میرسونن، به صبح میرسونن. ولی چیه؟ کجا میخوای بری؟ تو این مسجدای باشکوه و پرشکوه شما میخوان بذارین؟ مردم تو زمان جنگ اومدن توی شیراز، این آقای دستگه که فامیل ما هم بود خدا نیامرز، آب کرد زیر پاشون. یعنی یه چیزایی گفت که یه سری نادان رفتن آب کردن زیر پای این اینایی که چیز هستن. خب احمق، خانواده‌ای که اومده، این زن، این شوهره خونه‌شو ول کرده خرمشهر آبادان، الان تو مسجد زندگی میکنه، اونجا باید چه کار کنن؟ و چه عیبی داره که این زن و مرده که به هم حلال هستن، حالا شب خوابیدن، بدبخت بچه‌هاش هم بغلشن، خب به اصطلاح نیازشون هم برطرف کنن، خجالت بکشین. یه دو تا آخوند خوب هست، یه آخوندی که قبلا هم یه چیزی گفته بود، این بار هم گفته این آخوندا صلاحیت و رشته این کار رو ندارن، باید هرچی زودتر خودشونو بکشن کنار. من ویدیوشو یه جایی نگه داشتم، اگه بتونم براتون پخش کنم، نمیدونم، بذارید این چیزای آبا براشون فرستادم. آهان، صدای ما امروز تو برنامه کانون آوا چیز بود، تنین میانداخت، اکو داشت، یاد این اینا کیه نوه موه میخونن، پولم زیاد میگیرن الان تو ایران، یه دستگاه همراه خودش میاره، حتی سر قبرها و اینا دیدم من، چه اکوی میدن به خودشون که وقتی یه حرف میزنه 3 بار 4 بار مدا 3 بار 4 بار این مثلا میگه من، میگه من 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 من، میگه یک، میگه یک 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 یک، آقا تو انم نیستی، حالا دیگه چه من 4 طبقه باشی. خلاصه این دوستی که برای اون لطف میکنه این فیلمای کانون آوا رو میذاره رو چی برای من نشتو سربی، ویدیویی که فرستادی خیلی صدای شما تنین داره، یعنی همون چی بهش میگن الان گفتم اکو، اکو تنین، پژواک، پید، مثل شما میری توی کوهی حرف میزنی صدای تکرار میشه. بعد اومدم مال فیسبوک فرستادم، فیسبوک خیلی خوب بود. خب اینم از این. آقا این سرعت اینترنت با ماجرای سیانت، البته یه دوستی من گفت آقا مردم ایران خیلی زود احساساتی میشن، گفت آقا قبول نمیکنن، همین شماها خودتون دارین برنامه سیانت رو کمک میکنین به آخوند، چون هی از قبلش قرم 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 به خودتون میگین که 10-15 تا پوفیوز برن تو مجلس بشینن بهتون بگن قرم ساق و این طرح را بندازن. گفت که شما نگاه کنید مردم ایران بیشترین شماره های واتساپ و اینستاگرام و ویدیوها و اینا رو با هم رد و بدل میکنن، ولی شرکت هایی که این تلفونا رو به اینا میفروشن نه میتونن نه این کار را انجام میدن که بهترین وسایل رو یا بزرگترین دکل ها و اینها رو به اصطلاح تهیه کنن. شما اینجا ببین 4 بار به یه شرکتی زنگ بزنی بگی اینترنت من قطع میشه، من میخوام عوض کنم برم، یا پولشو کم میکنن، یا بهت میگن یه تلفن دیگه برات میفرستیم اینجوری، یا میگن آنتنتو عوض میکنی. ولی تو ایران کی به کیه؟ ببخشید وقتی میگم من خر تو خره، منظورم دوستانی که اینترنت دارن و استفاده میکنن نیست، منظورم حکومت هست و اونایی که به مردم چی سرویس میدن. اونا خر، اینا هم خر، این خریه که داره سوء استفاده میکنه، اون خریه که میخواد دنبال دیکتاتورشیپی و به اصطلاح فیلتر کردن و سانسور کردن مردم باشه. خب این تخمه آفتاب گردون برای سربازای روسی، یادشون باشه که اگر مردن این آفتاب گردون ها ازش چیز به اصطلاح گلهای زیبای آفتاب گردون بیاد. و رئیس جمهور اوکراین هم وایساده، گفته که من اینجا وای میسم، یا پیروز میشم با شما یا میمیرم. میگه که با قبر خمینی همان کاری رو میکنن که با قبر رضا شاه کردن. آره یادمه میگفتن میخوان آبریزگاه درست کنن، یعنی جایی که مردم برن جیش کنن. خب آخه نکنید این کارا رو. حالا اگه کسی چیز کنه، مثلا قبر حضرت محمد و نمیدونم فلان اینا رو توی عربستان میگن حتی معلوم نیست کجاست،
سنگ بزرگ و فلان و اینایی نداره، یا نمیدونم، در صورت وای به حال و روز اینها. خب یکی نوشته بود جنگ پایانی است غم انگیز و جنگ بهتر است از غمی بی پایان. یک کمی باید تو این جمله فکر کنید. منظورش از غمی بی پایان یعنی زندگی روزمره زیر به اصطلاح شمشیر دیکتاتوران، جونمی دیگه، یه غم بی پایانه. بعد گفته بود که جنگ اینو پایان میده. حالا ببینیم چی میشه. ماجرای پوتین و یوکرین و اتحاد جماهیر شوروی و برگشت به اصطلاح اون چیز به این سادگی نیست دوستان. دیدید ما یه دفعه امروز میگن فلان ساختمون پلاسکا آتیش گرفت، همه ما میشیم متخصص آتش نشانی، میگن فلان جا زمین آب خوش شده میشیم متخصص زایندرود، میگن فلان جا برف اومده همه ما میشیم متخصص راه برف و فلان، حالا همه شدن متخصص جنگ روسیه و یوکرین. اگه نگاه کنی خود منم یه جورایی دارم دست پا میزنم که این وسط یه نظری بدم. یوکرین، من دیدم خانم اختر قاسمی یه ویدیویی گذاشته بود که سال 1945 گویا همین روسیه و آمریکا و انگلیس یه کارایی کردن که اینا به اصطلاح دوربر چیز اتمی نرن. همین یوکرینی که توی اون چی بود که یک نیروگاه و اینا هم چیز شد و الان روسا رفتن اونجا و چرا اونا رفتن اینجا خودش یه سوال بزرگیه. همین بود که خیلی ها نوشته بودن که ایران بی خود نیست، این چیزای اتمی رو از دست نمیده، برای که میدونه هر کسی اینا رو داد چه بلایی به سرش اومد. از داستان زمان ریگان، از ماجرای قذافی که اون چیزای اتمیشو داد و چجوری مملکتشو ریختن به هم و چجوری کشتنش و الی آخر. در صورت این ماجرای روس و یوکرین به این سادگی نیست و این روسیه همون روسیه هست که وقتی رفت افغانستان سال 1980 افغانستانی رو که اونجوری دخترها مدرسه دانشگاه آدما کار زندگی به این روز انداخت که یه آقایی به نام نمیدونم چی بود مشتی بن لادن بیاد منجی و ناجیشون بشه. این کلمه منجی و ناجی هم من هنوز نمیدونم کجا باید استفاده کنه. در صورت بعدم خود آمریکا را بیفته بره دنبال اون بخواد اینجوری از بین ببره. اتفاقا امروز صبح توی کانال نو اگه اشتباه نکنم CBS داشت یه چیزی نشون میداد مال روزای یه شنبه و با یه آقایی که مأمور CIA بود صحبت میکرد. این 10 ثانیه است صحبت میکرد و اون منو یاد آقای بهمن ناصری انداخت. بهمن ناصری یه کسی بود که یه فیلمی ساخته بود، فکر میکرد حالا این فیلمو بسازه و این زنه رو بیاره یه کمی حالت سکسی داشته باشه فوری میلیونر میشه و بنده خدا یه پول زیادی رو هم داد و به هیچ جا نرسید. چندین بار هم توی تلویزیون مردم برنامه داشت و خیلی هم اصرار داشت که این فراماسونیر بودنش رو به اصطلاح به مردم بگه و اینها مدالایی که زده بود، ولی اینم از همونایی بود که هی به من میگه حالا من وقتی یه کاری بشم و پولدار بشم به تلویزیون مردم، گفتم بابا این اگر و شاید و اینها رو کاشتن هیچ میوهی هیچ درختی ازش بر نیامد. میگه که آقای اکبری میگه که برنامه کانون آوا رو من از تلویزیون مردم دیدم، فقط اولش اکو داشت بعد خوب شد. بعد که این دوست ما به من گفت که اکو داره رفتم نگاه کردم، دیدم توی برنامه که از تلویزیون مردم پخش میشه دو تا میکروفون روشن بوده، یکی این میکروفون یکی میکروفون دوربین، ولی توی برنامه مال فیسبوک فقط این بوده. اینا رو ما میتونیم انتخاب کنیم و اونو فرستادم درست شد. از شما ممنونم که چک میکنی و ما رو در جریان میذاری. شما به عنوان کارگردان فنی، اینجا میگن فلور دایرکتور، یعنی کسی که توی استودیو هست میچرخه به دیگران میگه و اینا. ممنون و متشکرم. عکسای پن رو شان پن رو نشون دادم. بریم حالا سراغ عکسای ویوا یوکرین که واقعا این مرد
ببینید همون که دوستمون میگه دلغک و اینها، این کمدین بود و کمدین ها چون باید از مشکلات و اینها طنز بسازن برای مردم، خب این دقت کرده بود، دیده بود مشکل های یوکرین چی هست و اینها، و اومد با مردم صحبت کرد و این عکسشه که الان میبینید با زن و بچه و دختر و پسرش، و نوشته که این مرد وقتی رئیس جمهور اوکراین شد به مردم گفت عکس من را به عنوان رئیس جمهور در دفتر کارتان نزنید، به جایش عکس بچه هاتون را در دفترتان بزنید تا هر کاری که میکنید و هر تصمیمی که میگیرید به کودکان خودتان نگاه کنید. زلنسکی، جالبه اسم هر دوتاشون هم ولادیمیر هست، ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی. اتفاقا این آتیلا نوشته بود این اگه پوتین بفهمه ما به کفش سربازان میگیم پوتین، فکر کنم بعدم میاد بخواد پاچه ما رو بگیره و پوتین سربازا رو گاز بگیره. در صورت آمریکایی‌ها دارن میگن پوتین چون پیر شده و وضعیت روسیه هم وضعیت خوبی نیست، داره یک کاری میکنه که به اصطلاح یه نام بزرگی از خودش به جا بذاره. اینایی که دیکتاتور میشن براشون مهم نیست که یه نام نیک ازشون به جا بمونه یا یه نام بد. ولی این ماجرای زلنسکی آفرین به این، چون ما دیدیم شاه چجوری فرار کرد، توی داستانهای تاریخ و اینا خوندیم که رضا شاه چجوری ارتش و بس و سربازخونه ها رو تعطیل کرد و اینها، و دیدن یه همچین آدمایی به انسان قدرت میده که به اصطلاح شهامت اینها رو کپی کنه. و یه عکس دیگه هست، این عکس هم به نظر من خیلی قشنگه، بذارید من اینجوری براتون بنویسم که اسکرین کپچر، بگم سلیکت ایریا، بله این عکس این آقا پسر گل و خانم دختر که دست هم دیگر گرفتن، اون اسباب بازی اسلحه‌ش رو به پشت بسته و این یکی هم کلاه و به اصطلاح عروسکش، و دارن به سربازای یوکرینی که با نفربر دارن میرن سلام و ادای احترام. اینا یه بار دیگه بهتون نشون بدم قبل از اینکه پاکش کنم، اینو من از عکسای یوکرین فکر کردم که با شما شیر کنم، بد نیست. عکسای بسیار زیادی دارم، امروز سعی میکنم بیشتر بریم سراغ عکسها، اینا رو تموم کنیم اگه بشه. بعد یه دوتا ویدیوی خوب بود، مثلا یه خانم آقایی رو نشون میداد که اینا توی این دوران کووید 100 بار رفتن یه رستورانی برای اینکه هم اون رستورانه رو حمایت کنن بسته نشه، هم خودشون به اصطلاح تو این اوقاتی که مردم نمیتونن هم دیگر ببینن اینا، خب این دوتا که میتونن دارن با هم زندگی میکنن، برن اوقات خوب و خوشی داشته باشن. اسمش رو گذاشتم کادیلاک 69. اگه کسی میخواد اون ویدیو رو یه ایمیل بفرسته، من براش با ایمیل باید بفرستم، لینک نداره، خودش یه ویدیو هست. این از این. و 1 hour 2 hour، ببینم این چیه، اینجا نوشتم 1 hour 2 hour. آها این شعر گاندی رو بخونیم، اون روز من همینجوری ازش به اصطلاح گفتم و ازش گذشتم. داستان این بود که گاندی میگه اگر کسی غرق بشه به اصطلاح چه تو آب باشه چه تو هوا یعنی بذارید از رو نوشته بخونم چون اون بهتر نوشته. گاندی گفته انسان که غرق شود قطعا میمیرد، چه در دریا، چه در رویا، چه در دروغ، چه در گناه، چه در خوشی، چه در قدرت، چه در جهل، چه در انکار، چه در حسد، چه در بخل، چه در کینه، چه در انتقام. مواظب باشیم غرق نشویم. انسان بودن خود به تنهایی یک دین خاص است که متاسفانه پیروان چندانی نداره. این گاندی. ببینید اینها که میگم ممکنه مرده باشن ولی اینها فراموش نمیشن. خب این عکس چیه؟ آره اینو گذاشتم اینجا. سکوت اسرائیل در برابر بحران اوکراین ناشی از نیاز به روسیه
برای عملیات در سوریه. ببینید این اسرائیل اون وقتا میگفتن طرف به هیچ که کمک نمیکنه. اسرائیل هم یکی از اون کشورهایی که برای رضای خدا موش نمیگیره، باید یه منفعتی یه سودی داخلش باشه تا یه قدمی برای این و اون برداره. سکوت اسرائیل در برابر بحران اوکراین ناشی از نیاز به روسیه برای عملیات در سوریه. حالا من تا امروز به فکر این نبودم که اسرائیل در سوریه چی کار داره. خب روسیه هم که داره این آقا رو نگه داشته، دیکتاتور سوریه رو نگه داشته. این سوریه و روسیه هم آدم لکنت زبان پیدا میکنه. ضمناً این رئیس جمهور عقب افتاده سوریه هم با همه چیزاش دیدید که الان چند سال وایساده مقاومت کرده و تفاوت اونایی که زود در میرن مثل اشرف غنی مثل شاه با افرادی که وای میسن اینه. امروز آقای طهمورث زمانی یه چیزی نوشته بود، منم نوشتم که شاه و اشرف غنی مثل دست نماز بودن که با یه گوز باطل شدن. درسته میگفت دست نمازت باطله، دوباره برو دست نماز بگیر. ولی شنیدم اشرف غنی به افغانستان برگشته. راست یا دروغش رو نمیدونه، چون خیلی وقتا این روزا مینسه رادیو فردا، بی بی سی، وایس آف امریکا دو تا نقطه میذاره، یعنی نقل قول اونا، ولی معلوم نیست. گفته بود مثل که میرم و اونجا، فکر نمی کنم این برگرده، چون اگه کسی میخواست برگرده نمیمد اول خودش رو بی‌آبرو کنه بعد برگرده اونجا. در اصل اشرف غنی آبروی براش نمونده. و اما کانادا و ماجرای اعتصاب رانندگان کامیون، از امید دیگه خبری ندیدم نشنیدم، احتمالاً رفته سر کار زندگی و دنبال پول ساختن. و من همیشه بهتون گفتم برنامه تلویزیون دیدن معمولا موقعی هست که شما هیچ کار دیگه ای نداری. اونایی که میگن آقا من 100 تا کار داشتم و اینا رو به سلام میخوان منت سرت بذارن. البته خب دوستانی داریم که منزل مادر زنشون رو ول میکنن میان برنامه نگاه میکنن، ما ازشون ممنون. یا آقای اکبری گفت که روزای یه شنبه با بچه هاش معمولا برنامه داشته، الان برنامه رو یه جوری عوض کرده و تنظیم کرده که با ما بیشتر باشه، ممنونه. آقای ایلان مسک گفته بود که این ترودو چیه فامیلش، پرایم مینستر کانادا، کارهای هیتلر و نازی ها رو انجام میده و این عکس رو هم من دیدم، گفتم براتون بذارم. دلیلش هم اینه که میگن ترودو درست رفتار نکرده با این کامیوندارا. کامیوندارا الان دارن میان به طرف واشنگتن. البته خیلی خنده داره، چون تا اینا برسن اینجا دیگه قانون ماسک و این چیزا ورداشته شده، ولی اینا فقط برای ماسک زدن یا برای واکسن زدن نیست که اعتراض میکنن. کلن میگن ما ملت آزادی هستیم و زیر بار این دستورای دیکتاتوری نمیخوایم بریم. کاملا هم درست به نظر من. همونجوری که حجاب به زور توسط رضاخان اشتباه بود، حجاب بی حجابی به زور اشتباه بود، حجاب به زور توسط این آخونده اشتباه است. اینا میتونستن فرهنگ سازی کنن، میتونستن برای مردم توضیح بدن. این واکسن هم با فرهنگ سازی، با گذاشتن حقیقت در اختیار مردم، میتونستن بیشتر و بهتر به مردم منتقل کنن، که متاسفانه شالاتانی به نام ترامپ بود و مملکت دو قسمت شده بود تو این 4 سال گذشته. هنوزم دو قسمته و خیلی مشکله که این رو به این آسونی بیارن نزدیک همو یه قسمتیش کنن. این کانادا ببینم اینجا چیه. آهان، این عکس جالبی بود به نظر من. البته من برنامه‌م همیشه گفتم بچه‌ها رو در چیز به اصطلاح تظاهرات و اینها نبرین. درسته که ممکنه چون کسی نیست بذارین خونه با خودتون میبرین، ولی این بچه ها رو فکر نکنید اونا درست مثل شما فکر میکنن و باید مثل شما عمل کنن. ولی این دختر کوچولو رفته اینجوری دست گذاشته توی شکم سربازا و جلوی اونها رو گرفته. باز یه بار دیگه خودتون رو بذارید جای این سرباز. شما مهم نیست چقدر ماسک و نمیدونم کلاخود و چیز ضد گلوله پوشیده باشین، یه همچین حرکتی واقعا مغز شما رو
فلج میکنه دیگه، دست و پاتون به اختیار خودتون نیست و نمیتونه انجام بده. اینم راجع به همین ترودو، یا تلفظ صحیح اسم این رو من نمیتونم درست بگم، فکر کنم همین ترودو است، این که نوشته بله پولایی که مردم دادن برای چیز نگه داشته. ببینید ترودو اینجا نوشته که 6,337,000 فلان توسط 25,000 نفر به اصطلاح داده شده، ولی این پول رو اون وبسایت گوفاندمی و اینا نگه داشته و نداده به کامیون دارا، چون یه چیزایی اومد بیرون که گفت این کامیون دارا چون آدمای خوب و ساده لوحی بودن گول افراد تندرو خوردن و پشت این حرکت به اصطلاح مسالمت آمیز کامیون دارای کانادا یه حرکت بدی خواهد بود که اقتصاد رو فلج میکنه و دیدیم هم که تا حالا این انجام شده. ضمناً یکی از این کانادایی ها رو وقتی گرفته بودن گفت که من فکر کردم طبق فرست امندمنت، طرف گفت آقا فرست امندمنت مال ایرانه، مال امریکان، فرست امندمنت شما یه چیز دیگه است و اصلا هیچ ربطی به این نداره. در صورت خیلی از اینا بدون این که بدونن کجا میرن، بهش میگن پیر پرشه، یعنی شما یه جایی هستین اونای دیگه سیگار میکشن، حشیش میکشن، شما هم میکشی، یه جایی هستی اونای دیگه مشروب میخورن، شما هم میخوری، به این میگن پیر پرشه، فشار اطرافیان. میگه یک شخص لوری در میوه فروشی چشمش به خربوزه ترک خورده افتاد و انگشت خود را در ترک خربوزه کرد. آخوندی که همونجا ایستاده بود با لحنی تند به او گفت اگر من انگشت در پشت شما کنم ناراحت نمیشوی؟ لوره گفت اگر به قصد چشیدن باشد خیر، هیچ اشکالی نداره. میدونید که این لورها در ساده بودن و صادق بودن به اصطلاح شهره خاص و عام هستن. و اینم کوین ملکه انگلستان میدونید که کووید گرفت، ولی یه خبر خیلی فوری اینجا نوشته بود، من اینو براتون بخونم، جالبه. نوشته کرونا به ملکه الیزابت مبتلا شد و به زودی جهان از شر کرونا رها خواهد شد. یعنی این ملکه از ویروس کرونا هم خطرناک تره. و میدونید همین چند مدت پیش بود که 70 سال به اصطلاح سلطنتش رو جشن گرفت. و درباره این طرح سیانت و مجلس و اینها حرفای زیادی بود، حتی یه جایی گفتن رای گیریه رو به اصطلاح باطل دونستن و گفتن این اشتباه بوده، ولی بعد گفتن نه و تنها یه نفر به اصطلاح اونجا اعتراض کرده. اینجا نوشته اجرایی شدن طرح سیانت از فضای مجازی مجلس چه نتایجی خواهد داشت. بعد اینا رو زده، مسدود شدن هر نوع خدمات اینترنتی خارجی، مسدود شدن سرویس های گوگل، اینستاگرام، مسدود شدن آپدیت های ویندوز، اندروید و سایر نرم افزارها، از دسترس خارج شدن اپلیکیشن های خارجی، اجبار مردم به استفاده از پیام رسان داخلی بی کفایت هم هستن، تعطیلی کسب و کارهای خانگی و تجاری فعال در اینترنت، به خطر افتادن حریم خصوصی کاربران، احراز هویت کاربران اینترنت، همه اینها یه طرف. این احمقا چرا اومدن الان که کووید هست و خیلی ها اینترنت رو جدن و شدیدن احتیاج دارن، الان این کارو میکنن؟ در صورت اینم باید صبر کرده ببینیم چه خواهد شد. دوستان این شماره تلفنایی هست که به شما زنگ میزنن، مزاحم میشن، میخوان چی بفروشن، بهتون میگه سوشال کارت، سوشال سکیوریتی کارتتون باطل شده، کارت ملیتون باطل شده. نگاه کنید یه شماره تلفن، درسته؟ اشتباهی نمیگم نه؟
970-423-1617. ببینید بالاش نوشته این از پلسطینیان یا پلسطینیان تریتوری، از مناطق مال فلسطینه. این یکی اینجا نوشته چی؟ بریکنریج سی او. این سی او من نمیدونم، سی ای مال کانادان، سی او نمیدونم کجاست. در هر صورت خیلی مواظب باشید. آقای زمانیان میگه من لور هستم، واقعا ساده هستیم. ببینید آدمای پدر سوخته احتیاج دارن شالاتان باشن و ساده نباشن. شما این شالاتان ترامپ دیروز داشت اینجا میگفت که پول باباش بوده، ساختمون باباش بوده، رفته به فوربس، مجله فوربس، گفته این مال منه، ثروتش رو زدن، بعد حساب کردن آوردنش جزء 400 نفر، بعد رفته مجله فوربس رو ورشته برده تو بانک نشون داده. به جای استیتمنت یا اعلامیه میگن، شما چی میگین؟ اعلامی؟ نه، یه چیزی که از بانک و از پولاش بگیره، با اون مجله‌ای که خودش با دروغ اعتبار کسب کرده رفته وام گرفته و همه این وام‌ها هم الان اینجا بهش میگن under water، یعنی رفته زیر آب، داره خفه میشه. شما باید به ساده بودنت افتخار کنی. من یکی از افتخارام تو زندگی اینه که همین ساده بودم. خیلی هم کلا سرم گذاشتن، ولی از کلا سر گذاشتن من اونا باید خجالت بکشن، من نباید خجالت بکشم. من به اصطلاح مثل یه انسان رفتار کردم، من مثل یه دوست رفتار کردم. اونا بودن که ناانسانیت چی میگن نشون دادن و اینا. در اصل به شما تبریک میگم آقای زمانی. لور کجا هستی؟ چون لورا خیلی جاهای ایران هستن. من سربازیم خرم آباد بود و تیپ 77 خرم آباد، کشتنمون از بس این تفنگ دردت به جونم، تفنگ بی تیر نمونم. یه مش سرباز بیچاره حالا از خانواده جدا نشستی پوتین واکس میزنی، این آهنگرم میخون و همه عشقشون دم عشقشون بود. مردم که روشون نمیاد گریه کنن. خب عکسای یوکرین هم نشون دادم. و اما گل گلا آقای ایرج خواننده 90 ساله بلند شد این همه را از ایران آمد آمریکا تا آبروی خودشو ببره. بعضیا برای پول چه کارها میکنن. اومده یه مصاحبه با حمید شبخیز، بذار اینو روی این کاغذ چیز دیگه ای دارم نوشتم، ایرج خواننده 90 ساله و چاپلوسی ها، چاپلوسی آخوندها در تلویزیون های ایرانی آمریکایی. اینقدر چاپلوسی آخوندها و حکومت ایران رو کرد که حمید شبخیز نمیدونست چی بگه. برید اگه هست پیدا کنید، لینکش هم اینجا بذارید دوستان دیگه ببینید. ایرج 90 سالش، اون وقتا میگفتن در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. اینا پیرم شدن پرهیزگار نشدن. بابا دم گلپایگانی گرم، همون اوائل که گرفته بودن شو برده بودن شو میخواستن اعدامش کنن، گفته بود آقا من مردم رو شاد میکنم. شما حالا خلاصه یه چیزایی هم ایشون اومد اینجا خوند رفت، نه تعریفی از کسی، گلپایگانی میگم فکر کنم اون جوانتر از ایرج باشه. خلاصه اینم ایرج خواننده قدیمی. و اما ماجرای پوتین، و این یه چیزی هست توی کارهای بانکی بهش میگن سویفت. الان میدونید هی اینا اصرار دارن سویفت رو ببندن که ما آخرش هم نفهمیدیم این سویفت چیه. گویا یه پروگرامی چندین سال پیش شروع شده و این تمام دنیا با این معامله میکنن و همین پوتین هشدار داده بوده که این یه دونه سویفت داشتن خطر بزرگیه. یادتونه احمدی نژادم میگفت یه دونه واحد پول اونم آمریکا خطر بزرگیه، بریم سراغ ین ژاپن، بریم سراغ یوروی اروپا و اینها. اینایی که دیکتاتور هستن یه چیزایی هم میدونن، همینجوری هم نیست که الکی طرف بیاد کشور به این بزرگی. چقدر 140 میلیون جمعیت داره راشا، بیاد الان چند 20 سال دیگه الان رئیس جمهوره. میگه از سادگی رفتم زیتون بخرم، همه را امتحان کردم که در بشکه‌های آبی رنگ بود، بعد از اونی که تلخ تلخ بود 2 کیلو خریدم ریختم دور. حالا اتفاقا زیتون خوب تلخه آقای
زمانی. من یادمه یه مدتی میرفتم بندر عباس رو میمدم، اونجا بعض وقتا تو راه زیتون تازه، البته میدونید زیتون رو میگن باید عمل بیاره، همون فکر کنم تو آب نمک میندازن اینا، و الا زیتون خودش شما از درخت بکنی تلخه، یعنی خرما رو تلخ نی، خرما رو یه کمی حالت گس. خلاصه گرفتم همه رو امتحان کردم که در بشکه های آبی رنگ بود، بعد از اونی که تلخ تلخ بود 2 کیلو خریدم ریختم دور. حتما تو ایران هم اینجوری نیست که شما ببری پس بدی و اینها بگی من اینو اشتباه خریدم، و نبایدم الان موقع کووید و اینها نباید این کارا رو انجام بده. این عکس به نظر من عکس جالبیه، شما ببینید اگه نظری هم داشتید بگید. البته من اکثر تو این سیستم که میذارم اینجوری پهنش میکنه، این خوب نیست. آره بذارید با این یکی، آره در اصل نوشتهشو میگم. اولا میبینید یه طالبانی با اون نمیدونم چپیه و سرپوش و این لباس اینجوری، با کفشم پوتین نیست، از این کفشای ورزشیه، ولی اسلحه کلاشینکوف یا AK-47 هرچی هست اینجا نوشته. حقیقت ساده پشت این عکس اینه: ستیزجو مادامی که کتاب در دستانش است ناگزیر است که اسلحه را بر زمین بگذارد. خب ولی دوست عزیز یادت باشه کتاب رو داره ورق میزنه، یکی هم نوشته بود این کتاب پر از عکس، فقط اینو ورق میزنه، اینی که گذاشت دستش دوباره اسلحه به دست میاد. باید کاری کنن که اصلا این اسلحه و اینا از دست اینا بره. شما نگاه کن توی پاکستان، توی افغانستان چقدر اسلحه هست، توی کشورهای آفریقایی گرسنه چقدر اسلحه هست، ولی مردم چقدر گرسنه هستن، نون ندارن ولی اسلحه دارن. خب اونجا تو ایران میاد اینترنت و اینا رو قطع میکنه و در پی اینه که سرعتشو کم کنه، اینجا میاد توی کتابخونه ها برای خانم ها، برای مرد ها که احتمالاً با بچهشون میخوان کار انجام بدن و نگهداری بچه ها تو 2-3 ساعت یه روز بیودشونه، اینجوری ببینید قفسه ها رو درست کرده که مادره میشینه اونجا کار میکنه، بچه هم اینجا که میبینید عکس خود بچه رو اینجا میبینه و نمیدونم وسایل و چیزای دیگه برای بازی و مشغول شدن. این کجا و اون کجا؟ چرا حالا همه دنیا فرار میکنن میخوان بیان اروپا، برن آمریکا، بیان آمریکا، برن کانادا؟ برای اینه. و اما باران یه چیزی برای من یه نفر فرستاده بود، دیدم که این که منم اجازه بدین select area، نمیدونم حالا این کامرای 2 ببخشید یه لحظه، کامرای 2 نوشته پلویوفیل یا پلوویوفیل، نوشته a lover of rain, someone who find joy and peace of mind during rainy days. میگه که پلوویوفیل کسانی هستند که باران را دوست دارند و در هوای بارانی خوشحال شده و احساس آرامش میکنند. شما شاید باورتون نشه، من از زمانی که یه پسر کوچولویی بودم این روزای بارونی رو دوست داشتم، یکی به دلیل اینکه خب شیراز خاک سیمان و خیابونای کوچه‌های خاکی و اینا زیاد بود، بعد بارون که میمد انگار که یه نفر آب پاشیده بود دیگه گرد و خاک نبود، بعد یه تمیزی خاصی احساس میکردی. اونایی که دورای چنارشوجون رفته بودن اون موقعی که خاکی بود، هنوز این پیچار آقای اصغرزاده نمیدونم چی نساخته بود، یادشون روی این درخت ها انقدر خاک بود بارون که میمد سبز میشد، ولی وقتی که معمولی بود اینا رنگ خاک بودن، اصلا رنگ زمین میشدن. در صورت به خاطر این راه رفتن تو بارون یه روزم یه کشیده‌ای خوردم از یه پیرمردی، حالا اونم به خیال خودش خواسته بود پدری کنه، پدر بزرگی کنه، من و پسرمون بودیم، یاد پسرمون هم داده بودم که تو روز بارونی نگم، ما که چت که نداشتیم، حالا دیگه کتابتو اینام رو سر نگیر، خیلی قشنگ کتابا رو میذاشتیم توی کتمون، دکمه رو میبستیم، بعد یقه‌های کتو میکشیدیم بالا و راه میرفتیم. الان هم همینجوره، میبینم مردم بارون که میاد میدوئن با سرعت،
من خیلی قشنگ آروم یواش را میرم. حالا اسمشم اینجا گفت که چی بوده مهمم نیست. دوستان سلطنت طلب که اتفاقا آقای طهمورث زمانی توی برنامهش گفته اینا چقدر واقعا وقیع هستن که اومدن و به مردم میگن شما بیان بگین اشتباه کردیم، غلط کردیم، و خیلی ها هم حتی اون اسماعیل خویی هم گفت، دیگران هم گفتن، اینها گفت که اینا چیکار میخوان بکنن، میخوان حالا اگه آخوندا رفتن اینا بیان پدر مردم رو در بیارن که بعد مردم بعد 30 سال بگن صد رحمت به علی خامنه ای، صد رحمت به خمینی. و این عکس رو من در رابطه با اون فیلم درست دیدم، میگه اپوزیسیون در سال 1420 یعنی 20 سال دیگه، این رضا پهلوی هم تقریبا شکل عموش شده. ماشاءالله چقدر زشتن اینا خانوادتن. بعد یادم یه چند سال پیش یه جایی یه نفر میگفت چقدر این هندسام خوشگل خوش، گفتم خانم شما اینو از نزدیک نگاه کردی؟ دماغ، دندون، بعد خسیس هم هست، پول خرج نمیکنه که بره درست کنه. در هر صورت امسال دیگه کار تمومه. بشینید دوستان، سال 1420 شازده رب پهلوی در سال 1420 با تکرار سخنان گذشته روی حرفای پیشین خود ایستادند و گفتند جمهوری اسلامی باید برود. امسال دیگه کار تمومه. یه سازمان دیگه هم داریم مثل این حرف میزنه. کیه؟ سازمان مجاهدین. هم هر سال میگه امسال سال سرنگونیه. خب این آقا رضا را ما پاک کنیم از اینجا، بره دنبال کار زندگیش. کار زندگی که نداره، ولی این رو اکثر بیاریم یه نگاهی داشته باشیم. من به دوستان بعض وقتا میگم که شما هی نگین دموکرات، آقای محبی، آقای بهمن احمدیان، اینا میگم هی نگین دموکرات، ریپابلیک، فلان. اینا هر دوشون شاخه های یک درختن. یه درختی به نام سرمایه‌داری، یه درختی به نام برو بگیر، تصاحب کن، بزن، بکش، هر معامله خاصی انجام بده برای پول. اینا شاخه های اینن. حالا یکی شاخه اینوری، یک شاخه اونوری. نگاه کنید در مدت 23 سال حاکمیت این سه شخصیت به 9 کشور اسلامی حمله کردند، 11 میلیون مسلمان را کشتند و کسی هم به آنها نگفت تروریست. اینم داستان رئیس جمهورای آمریکا، حالا کلینتون و اینا این. و ببخشید گلومم گرفت. خب این آقای میثم رو من بیارم. خیلی با این عکس من حال کردم، چون ایشون نوشته بود خیلی پولداره، دنبال کسی میگرده که یه جوری بیاد آمریکا و بیاد خارج و اینها. من حقیقتش آدم نباید کسی رو مسخره کنه، نباید. حالا این عکس‌ها رو میذارم توی، من نمیدونم چرا پهن میشه. از موقعی که ما ویندو 11 گذاشتیم چه اشتباه بزرگی انجام دادیم. یه چیزی که من تعجب میکنم تو ایران روی آستینشون این اسم کوت و اینا رو که این روز اولی که نوه، برای اینکه شما هی نخوای دست کنی اون سر چوب لباسی پشت یقش اسم و اینا رو نگاه کنی، اینا گذاشتن اینجا. خیلی هم یواش دوختنش که شما بعدن بتونی زود پارش کنی بکنیش، ولی ایرانی ها اینو نگه میدارن. حالا جالب اینه که خیلی از این مارکا قلابیه. این آقا با این سروز و قیافه در دبی، شما نگاه کنید، این معلومه که بنده خدا اولین باریه که اصلا کت شلوار پوشیده و نمیدونم در صورت نوشته بعد یقه کراوات و یقه پیرن و اینام دیگه خود چی میگه بخوان از این عکس رو ببین، از این عکس. در صورت کارمون خیلی خرابه. من نمیدونم چه اصراری دارن شما اگر کراوات نمیزنی، کت نمیپوشی، حالا وقتی میخوای بری دبی به اون گرما میای کراوات و کت و اینها و الی آخر. خب برای اونایی که مشکل چشم دارن، مشکل به اصطلاح پیر چشمی دارن، این به نظر من جالب بود. میگه که نزدیک شدن به مرز 50 سالگی، البته این عکسی که گذاشتن این مرده فکر کنم 80 سالش باشه، نزدیک شدن به مرز 50 سالگی مزایا و معایبی داره. کلمات نزدیک را از
کلمات روزنامه را از نزدیک نمیبینی، ولی احمقها را از دور هم تشخیص میدی. آهان، این دوستمون میگه بابو، میگه چرنوبیل بود. چرا راستی روسیه رفته چرنوبیل؟ چرنوبیل میدونی همون جایی بود که هنوز تو هنوز میگن به اصطلاح اون اشعه های رادیواکتیو و اینها هست، و چه دلیلی داره که حالا سربازای روسی خوب حمله کردین به روس، به اوکراین، چرا رفتین در قسمت چرنوبیل؟ کسی اگه میدونه یا خود شما بابو جان بنویس برای من. خب نام جین، اوکی، جینم میگن فکر کنم، جین، سن 85، نصیحت شما به نسل جوان، میگه در انتها خبری نیست، از مسیر لذت ببر. اینا رو بعض وقتا من ممکنه یه بار دیگه هم نشون داده باشم، هیچ اشکالی نداره. چه جور خبرهای بد و صد بار برای هم دیگه میفرسیم، خب حالا یه نوشتهای خوب رو هم دو بار ببینیم. اینو ماجرای ایران و چین، الان در رابطه با روسیه باز میگن که اشتباه غرب این بود که روسیه رو بیشتر فرستاد توی آغوش چین، ولی اینو داشتم من اینجا، ایران را قطعه میفروشن. بعد جالبه یه درشگه ای درست کردن که این شی یا رئیس جمهور مادام العمر چین نشسته اون بالا و خامنه ای رو به عنوان حرکت این یا اسب یا الاغ هرچی بستن، اینجا جلوش هم استخون بستن و استخون برای معمولا برای سگ میبندن، برای این باید یه چیزی هویجی چیزی باشه. بعد از اون برم زده به طرف ایران، یه کمی اون قسمت فلش به طرف ایرانش و اینا داشت، نوشته ایران را قطعه میفروشن. اینم به نظر من کاریکاتور جالبی بود. خب ببینم این کجاست، این اینجا بود، آره اینجا من توی چیزا نوشتم عکس های کامپیوتر رو از روی دسکتاپ خودم، چون دسکتاپ رو میخوام تمیز کنم کم بشه. دیدین اول هفته 4-5 برنامه است، تا آخر هفته دیگه میبینیم هیچ جا پیدا نمیشه. ای کاش میشد اینا رو هم ببرید حمام، یه آب صابون بزنی و تمیز بشه بیای بیرون. و اما آقای بهمن احمدیان یک ویدیوی فرستاده بود از یک خانم خواننده‌ای که نوشته بود هنرمندان را، هنرمندان مردمی را حمایت کنیم. یه ویدیو کیفیت بسیار بد، بعد من برای ایشون نوشتم خب چگونه حمایت کنیم، ویدیوش که کیفیتش بده، اسمش هم که روی این ویدیو نیست. حالا اصلا ویدیوی اینو من پخش کنم، آقای زمانی ببینه، آقای اکبری ببینه، بابو ببینه، اون شیخی ببینه، اینا چه تأثیری، چه حرکتی؟ آقای شاهرخ هم هنرمند مردمی بود، فکر کرد الان تا بیاد بگه شما پول بدین من انقلاب میکنم، مردم پول میدن. اون خانم یکی دیگه کی بود؟ شیفته بود، کی بود؟ اینا بدبختا با پای خودشون لگد زدن به بخت و اقبال خودشون، و مردم معمولی اینا رو توی برنامه‌های خودشون دیگه دعوت نمی‌کنن، یعنی ممر درآمدشون هم بسته شد. حالا یه آهنگی گذاشتن، ای ایران میام آزادت می‌کنم، طرف گوش میده می‌خنده. همین دوستانی که میگن هنرمندان مردمی را حمایت کنیم، بهشون بگو شما حاضری $20 بدی که من اینو برات روی فیسبوک پست کنم، روی برنامه بذارم؟ هممون دروغ میگیم، اشکال همینه. اینم هنرمندان مردمی، اینم خط بزنم هنرمندان مردمی را حمایت کنیم. زیرش من نوشتم چجوری. خب حامد فرمند در لینکدین یه چیزی نوشته، بعض وقتا من فکر کنم یادم میمونه، بعد هر چی فکر میکنم یادم نمیاد، برم ببینم میتونم پیداش کنم این آقا حامد فرمند رو و ببینم چی نوشته بوده که نظر من رو جلب کرده و امروز من یادم نمیاد. فقط کار بسیار بزرگی ایشون انجام داده، با هم ببینیم یه لحظه یه لحظه. اینه بابا آقای حامد فرمند، خوب شد من پیداش کردم. یه مؤسسه اینا درست کردن
که در فکر کودکان زندانیان هستن. میدونید خیلی ها وقتی میرن زندان، تو زندان بچه به دنیا میارن، بچه رو اونجا نگه میدارن و میمونه و اینا کودکان زندانیان هستن، نه کودکان زندانیا، کودکان زندانیان یعنی بچه اونایی که تو زندان هستن. نوشته که بذارید ویدیوشم اصلا بهتون نشون بدم. اینجاست، یه لحظه این صدا رو باز کنم، صدا زیاد نباشه. آقای حامد فرمن، دوستان نگاه کنید، یه ویدیوی 2 دقیقه‌ای درست کرده، توضیحاتشو میده، بعدم میگه ما باز شما رو بیشتر در جریان میذاریم. اینو من میخوام با اون احمقی که زنگ میزنه به تلویزیونای مختلف و حالا یا میخواد مزاحم بشه یا یه احمقی هم مثل اون مجری بنگی فکر میکنه اینا عاشق چشم و ابروشن، خودشو میذاره دست اینا. بدبختا بشینید اون چیزی رو که دوست دارید اینجوری برید دنبالش، گوش کنید. آقای حامد فرمند، کامرای 2. من نمیدونم چرا این هی میپره تایمره میاد. اوکی، حالا دیگه تایمر خاموش. اوکی، درست شد. خب بشنوید. من حامد فرمند، فعال حقوق کودکان و بنیانگذار و مدیر مؤسسه کودکان زندانیان هستم. ما تحقیقات مفصلی انجام دادیم درباره وضعیت کودکان و مادرانی که در زندان‌های ایران هستند. با استناد به اخبار رسمی، گزارش نهادهای حقوق بشری، گفتگو با کارشناسان و مصاحبه با زنانی که از این زندان‌ها آزاد شدند. ما نشون دادیم چطور حقوق پایه‌ای این کودکان نقض میشه و اونها تحت انواع کودک‌آزاری قرار می‌گیرن. ما با یادآوری مسئولیت حاکمیت در حمایت از تمام کودکان، راهکارهای با یا بدون هزینه‌ای رو پیشنهاد دادیم تا شاهد نقض قانونی و رسمی حقوق کودکان نباشیم. با ما همراه باشید تا یه روزها و هفته‌های آینده تا شما رو در جریان جزئیات این تحقیقات قرار بدیم. زندان جای کودکان نیست. بسیار ممنون آقای حامد فرمند. هر وقت شما ویدیوی چیزی درست کردی، اگه برای ما یه نسخهشو بفرستی ما پخش میکنیم. مهمون من، هزینه هم نمیخواد شما بدی، چون کاری که داری انجام میدی یه نیت خیر رو، به شرطی که نیان بچسبن به شما بگم بریم آخونده رو بکشیم بالا، اون یا آخونده بیاد بگی بریم نمیدونم مجاهد رو بکشیم بالا. نه آقا، برید انسانیتتون رو ببرید بالا، فهمتون رو ببرید بالا، دنبال این باشید که به یه نفر درمونده و وامونده کمک کنید. اون بچه‌ای که تو زندان دنیا میاد، ایشون درست میگه، از روز اول حقوق انسانیش نقض میشه. خیلی کار قشنگی انجام دادید و ممنون و متشکرم. اینجا نوشتم آقای اکبر خالصی بویشهری درباره پدر رضا شاه برای من یه چیزی فرستاده بود که این برنامه ها ریخت به هم، نتونستم پیداش کنم. اگر دوباره لطف کنن بفرستن نشون میدم. بعد یه جا خوندم و شنیدم که آمریکا برخی تحریم های هسته‌ای ایران رو لغو کرده. اینقدر اخبار زیاده آدم نمیره دنبالش ببینه چه تحریم هایی رو حذف کرده، کجا، چه جوری بوده و الی آخر. یه دوستی هم با ما تماس گرفت به نام صادق کنعانی، صادق خورده، که ایشون هم از همینایی بود که با خیلی شور و هیجان حسینی، زمینی که ایشون سنی هست، بعد بهش گفتم خب آقا بیا حرفتو بزن، دیگه رفت و ازش خبری نشد. ولی در رابطه با این، من پریروز یه جایی بودم با یه دوست کردی که از 22 سال قبل میشناسمش ولی ندیده بودمش، دوباره به اصطلاح ایشون رو دیدم و ایشون هم زحمت کشید. من ماشین نداشتم، اونجا بردم ماشینمو گذاشتم، البته با میرفتم اون ور خیابون، ولی خب کسی روز بارونی و اینا راه نمیره. این دوستان USA Auto Glass، اگه تو این منطقه شیشه ماشینتون شکسته باشه اینا تعمیر میکنن، عوض میکنن. و بله، اون احمقای لو لایف پس فطرت، به این بنده خدا هم زنگ بزنید مزاحمش بشین تا اینا ببینن ما چه جامعه هستیم. بنده خدا افغانی، ما اومدیم گفتیم آقا این یک آدم جوانیه و برید اونجا ببینید، زن و بچه‌ش هم میان تو هم اونجا کار میکنن که زندگیشونو بگذرونن. بعد چند تا ایرانی لوس و نونو رو با
بچه ننه زنگ زده بودن مزاحم این شده، یکیش حتی بهش گفته بود برای من گل بیار فلان جا، پولشو بعدن میدن، اینجا بهش میگن آن دیلیوری سی او دی. البته این سی او دی برای کش آن دیلیوری نیست، ولی خیلی ها به اشتباه استفاده میکنن. بعد این بنده خدا دلش چیز شده بود، برده بود. نه اصلا یه کارایی آدمای پسفتر یه کارایی میکنن که به مغز من و شما نمیرسه. چرا؟ برای اینکه من و شما پسفتر نیستیم مثل اونا. در صورت این دوست ما اسمش فرزاده، من بهش میگم فرزاد کردستان. این آقا موقعی که من اولین برنامه ها رو به کردا میدادم، موقعی که من در مهمونی هاشون شرکت میکردم و اینها، منو از اونجا یادشه. و دوستان کردی که ما رو فراموش کردن تا یه وسیله گیرشون اومد، تا دوبار رفتن مجلس و اینا، اونا باید از خودشون خجالت بکشن. در هر صورت ممنون، متشکر آقا فرزاد. USA Auto Glass، من اگه بتونم ممکنه این عکس اینو به عنوان بنر بذارم روی مردم تیوی و لینکش کنم به وبسایتش. آقا سوربی، شوروی تبدیل به روسیه شد، جنگ سرد تمام شده، پیمان ورشو همینطور، چه اصراری در تقویت ناتو هست؟ آفرین. این جاییه که من به دوستم پتیک گفتم یکم صبر کنیم، با سرعت جلو نریم. پوتین میگه اونها نقض کردن. اونها وقتی که روسیه تبدیل، شوروی تبدیل به روس شد و قرار شد ناتو همینی که هست بمونه، اونو بیشترش کردن هیچ. بعد از این ورم هی اسلحه دادن به این کشورها. دیدید الان حتی آلمان میگه ما اسلحه میدیم، فرانسه میگه اسلحه میدیم، آمریکا میگه ما اسلحه دادیم. آقا قرار نیست شما اسلحه بدین، اگه اینا ناتوی هست، تازه قرار نیست ناتوی باشه. این شارلاتان ترامپ با همه خریتش یه حرفی درست میزد، میگفت ناتو در مقابل روسیه شوروی ساخته شده، الان دیگه احتیاجی به اون نیست، این پولا رو هم خرج نکنی. ولی یه عده‌ای که پولشون حقوق، آفرین شما زدی به هدف، اساساً وجود ناتو ضرورتی دارد. در ضمن چرنوبیل که چند سال پیش منفجر شد در اوکراین است. خب منم همینو میگم. ببینید اینی که تو اوکراینه، حالا این همه جاهای خوب دیگه نبود که روسیه بره اونجا رو، که خطر این که سربازای خودشم این چیز اتمی رو بگیرن هست، چرا رفته اونجا؟ این چراه یه چراه بزرگیه که معلوم میشه به یه دلیل خاص رفته اونجا. خب آقای زمانیان، این شوخ طبع دوست ایرانی ما، نوشته که راستی نزدیک قاشق زنی چهارشنبه سوری هم هستیم. ای کاش یه چند تا آدم با شرف، با انسانیت بلندشن و این چهارشنبه سوری و از آتیش پریدن و خرافات و قاشق زنی گداخونه رو تعطیل کنن، یه جشن دیگه ای بذارن. این چیه من برم قاشق بزنم که آقای ببو و نمیدونم خانم فلانی به ما گرسنه هستیم خوراک بده؟ خجالت باید بکشیم که یه همچین ملتی داشتیم. حالا کیا بیشتر اینو انجام میدن؟ همینایی که شاه اللهی هستن و با افتخار ما آقا اون وقتا بابامون از رو آتیش میپرید، عکساش هست، فریدون هویدا میپریده، شاه میپریده، ای کاش خشتکشون آتیش میگرفت تا بگن که آقا این آتش مردمن، اون زیر شما دارین میپرید. احمقا بیان این پولا رو بدید مردم. کندی نیاد به شاه بگه اینقدر اسلحه نخر. خیلی ها خودشون فروشنده اسلحه بودن، خودشون گفتن اینقدر اسلحه نخر، برو یکم پولا رو بده به مردم. یادم میاد یه فامیلی ما داشتیم که الان حزب اللهی شدید شده، این موقع که ما دانشجو بودیم و جوان بودیم، میرفتیم چهارراه سینما سعدی، دوستای همشهری میدونن، سر نبش اون فروشگاه هوشنگ، ساندویچ هوشنگ بود که آبجو اینا میفروخت، این ورترش که میمدی درست قسمتی از سینما سعدی یه مغازه‌ای بود، مشروب فروشی بود، مال خسرو بود، خسرو هم کلیمی بود، هم هوشنگ یسمه هم کلیمی بود. بعد این خسرو به من میگفت به این فامیلتون نصیحت کن، این جوون صبح من هنوز مغازه رو باز نکردم، این میاد پشت در وای میسه، بهش میگم برای چی اومدی اینجا؟ میگه برای لوبیاگر، ولی برای آبجو اومده. ببینید بعضی وقتا خود فروشنده به شما شکایت میکنه که آقا شما داری زیاده روی میکنی، چون میگه این کلیه شو نمیدونم چی از بین چی میگم
کبدش از بین رفت، دیگه فردا من مشتری ندارم. یعنی اینا زبنن، کسی رو که مرغی رو که براشون تخم طلایی میذاره نمیکشن بذارن وسط برنجو بخورن. این بوده. کندی هم به شاه گفته احمد برو یکم از این پولو خرج مردم کن. بعد با افتخار میگن نمیدونم ما انقلاب سفید کردیم، سپاه دانش، سپاه دانش تو سرت بخوره، خره برو مدرسه بساز، همون دهاتی رو استخدام کن معلم اونجا باشه، نه یه بچه شهری رو بفرست اونجا، اون ناراحت، اونا هم بترسن که حالا این خب. بله میگه که آقای سوربی حجاب و بی‌حجابی در ارتباط با مرگ و زندگی نیست، باید فرهنگ سازی میکردن، اما واکسن کرونا مسئله مرگ و زندگی بود و فرصت فرهنگ سازی نبود. اینو یه قسمتش با شما قبول دارم، ولی باور کنید همین این رو هم اگر به صورت میدونید یه سری آموزش، یه سری پرورش آموزش رو بدن بعد مردم رو هم بپرورونن، باور کنید نتیجهش بهتر بود. الان اینجوری ما میگیم ترکش، یا اینا میگن رکشه، وقتی میخوره یه چیزی برمیگرده، اینجوری بر نمیگشت، هم تو صورت دولت بایدن بخوره هم توی آمریکا اینجوری دو قسمتی بشه. الان شده ماسک زدن و ماسک نزدن شده بین وطن پرستی و نمیدونم قهرم از این مزخرفات، درست که این نیست که آقا این فکر میکنه بدنش مسونه، یا من واکسن فلو یه بار زدم دیگه نمیزنم. خب این نظر خود میگه آقا قرار من فلو بگیرم بمیرم باز بگیرم، ولی این واکسنه رو شاید به خاطر همین چیزای ترسناکی که گفتن رفتم زدم، ستاشو زدم، حالا چهارمیشم آمده، اگر تونستید دوستان برید بزنید. اینم از این. خب اینجا فرانک خط بزنم، این آقای الکس و نیو ایگ و اینستال کردن و طلا و اینا رو خط بزنم. گویا قیمت طلا و نفت و اینا بالا رفته، دلار در ایران یه مقدار اومده پایین، ما نه پول داریم طلا بخریم نه پول داریم دلار بخریم. گفت خوش به حال خودم که خر ندارم، از قیمت کاه و یونجه یا فلان خبر ندارم. اینم قسمت سوم این کاغذ ها بود که بریم اینجا ببینیم چیه. Third Party Sellers، بله اونم گفتم که اینجوری. و من روز چهارشنبه رفته بودم یه جایی، بعد دیر افتادم، دیر رسیدم، یعنی ساعت 5:30 اینا بود، این شرکت هایی که ماشین کرایه میدن بسته بودن. گفتم ایداد بیداد، حالا من باید شب اینجا تو موتل بمونم، این موتل ها همچنین تمیز نیستن، یا ایدز میگیری یا نمیدونم کووید میگیری و اینها، خیلی نگران شدم. بعد یه دفعه به فکرم رسید برم یوهال کرایه کنم، با یوهال بیام برگردم بیام، حدود 4 ساعت رانندگی بود. و زنگ زدم این برانور، یوهال یه سرویسی گذاشته گویا الان چند مدته 24/7 یعنی 24 ساعت شبانه روز، 7 هم یعنی 7 روز هفته، میتونید حتی اگر هیچ کس نیست بسته، شما به وسیله تلفنتون ماشین رو کرایه کنید برید بگیرید. حالا ممکنه یه جایی مثل من که اونجا بودم مجبور بشید 40 مایل برید، که اون طرفی که ماشین نو براش برده بودم به اصطلاح لطف کرد منو برد رسوند اونجا، و ما هم رسیدیم شب به خانه و کاشانه. و اما اینجا نشتم فرهاد زمانیان انار و گوجه فرنگی، نمیدونم در رابطه با چی بوده، فکر کنم شما همون دست فروش که نه چی میگن اینایی که میان دوره گرد، بعد گفته اینا هم کلک میزنن، طرف حتی تو قیمت ها که مینویسه مثلا 45,000 تومن و پنجشو مثل صفر توشو پر میکنن، طرف از دور میخونه 40,000 تومن میکشه کنار، وای میسه میاد میبینه 45,000 تومن دیگه مجبور میشه بده. یعنی همش کلک کلک، خودمون به هم دیگه کلک میزنیم و میگیم دولت به ما کلک نزنه. دولت هم یکی از من شماست دیگه. خب معنی تساهل رو گفتم، من نمیدونم، حتی نمیدونم چجوری مینویسن، با سین مینویسن، با ساد مینویسن، چه معنی میده. و حجاب ایران خبر،
حجاب 202 کول پیکس بذارید، اینا عکسان دیگه. میگن که در زمان شاه شهرستان نهاوند برق داشت و هیچ روستایی برق نداشتن و همه توی خانه با چراغ گردسوز داشتن با فانوس. سال 57. خب الان هم متاسفانه خیلی جاها رو اینا نرفتن نرسیدن و البته بعض جاها عکساری که میفرسته مثلا مخصوصا مسجد سلیمان و اینا، طرف میگه اینجوری، میگم آره این چپری که شما نشون میده این مدرسه، من یادم اونجا یه مدرسه 3 طبقه شاه ساخته بود، بغلش هم خوابگاه. بعد طرف میگه آقا مسخره میکنی، میگم نه من مسخره نمیکنم، مگه حقیقت نداره؟ تو الان برو نگاه کن از خودت بپرس چرا شاه این کار نکرد. تو که میگی اینا دوزن، ما هم قبول داریم، اون چرا نساخت؟ چرا زمان شاه بیان بگن 2500 تا مدرسه میسازیم با افتخار؟ یعنی چی؟ یعنی حداقل 2500 تا مدرسه کم داریم. باید جشن 2500 ساله بذاره، خاویار از فلان کشور بیاد، آشپز از نمیدونم فرانسه بیاد، توالتشون توی طلا، نمیدونم توالت طلا باشه. ای خاک بر سر این ملتی که دستش، یعنی دست نیازش به سوی شارلاتانی مثل ترامپ باشه یا دستش به سوی کسایی باشه که تو اون عکسا برید ببینید دو تا آدم مهم نبود. هی اینقدر افتخار میکنن این سلطنت طلبا، برید ببینید کیا اومد بودن اونجا. هایل سلاسی بود، کی بود مال اتیوپی، مردی که پر میذاش اینجاش، یه رئیس جمهور اومده بود این بود. اینم کشورش گرم و آشغالی، گفته بریم اینجا یه خوراک مجانی بخوریم. در صورت اینم از این ببینیم دیگه دوستان چی نوشتن. همین بود و همینو ممنون و متشکر. بذارید من عکس‌ها رو بیشتر نشون بدم تا این کامپیوتر ما تمیز بشه. اتفاقا یه برنامه رو من نگاه میکنم، طرف یه قسمت از برنامهش میگه پاکسازی کامپیوتر. اولین باریم که وایستادم گوش دادم برای پاکسازی کامپیوتر، من فکر میکردم این میخواد یاد بده چجوری کامپیوتر رو پاک کنیم که سریع بشه. بعد دیدم نه، منظورش پاکسازی کامپیوتر خودش بود. این عکس ها اینجوری پهن میشه، بذارید من ببینم با این یکی دوتا بغلش رو سیاه نشون بدم درست میشه یا نه. بگم 16:9 اینجوریش کنم. کلک دوستان بعضی ها میگن کلک رشتی. کلک رشتی که میدونید چیه، از قدیم اینا مرغابی با چوب، بعضی هم میگن کلک مرغابی، مرغابی با چوب درست میکردن، روی آب مینداختن، صدای مرغابی هم در میآوردن تا مرغابی ها بیان اونجا. اینه کلک رشتی، یعنی این. و ببینیم که چرا این نمیاد تصویره. حالا من براتون میخونم. میگه که سوء تفاهم ایران و غرب از آنجا آغاز شد که به این وزیر 100 کیلویی کوچی شد. این چرا این نشون نمیده؟ یه دونه دیگه بزنیم. کپچه سلکت ایریا این اوکی. نمیدونم، دلش نمیخواد نشون بده. درست میگه سوء تفاهم ایران و غرب از اونجا آغاز شد که به وزیر 100 کیلویی ما میگن ظریف، به خانم 60 کیلویی طرف مذاکره کننده میگن 8 تن، این 8 تنه، حالا اینا میگن 8 تن، به وزیر امور خارجه آمریکا که اومده به مذاکرات گوش کنه میگن کری، اون وقت توقع دارن مشکلات دو طرف حل بشه. واقعا که اینم شوخ طبعی ایرانی ها که حد و حساب نداره و میتونید شما از صبح تا شب توی فیسبوک و توییتر و اینها بگردید و بخندید. و زن و مرد اینجا نوشتم شوهر کشی در ایران بیشتر است. این برای من خیلی جالب بود که حالا سلکت ایریا 9:16 اینو اینجوری بیاریم ببینیم تا کجا پیدا میشه. فکر کنم اینجوری دیگه چیز نشد کامرای 2. آره اینجوری کش نیومد. شوهرکشی در ایران بیشتر است. یعنی چی در ایران بیشتر است؟ در ایران از کجا بیشتر است؟ یعنی از زنکشی بیشتر است؟ خب جمله چی نوشتین؟ روزانه 137 زن در جهان به دست اعضای خانواده یا شریک زندگیشان کشته می شود، در حالی که طبق آمار سازمان ملل 82% از قربانیان همسرکشی در جهان زنان هستند، در ایران 60% از قربانیان مرد هستند. اگه شما دوستان چیزی فهمیدید منم فهمیدم.
یه چیز خیلی ساده ای رو، این میخواد بگه که شوهرکشی بیشتره در ایران. نمیدونم، من آمار دقیقی ندارم و چون نمیدونم هم در مورد صحبت نمی کنید. دوستان فکر کنید اگر همه ما درباره چیزایی که نمیدونستیم میگفتیم من نمیدونم و نظری ندارم، چه دنیای خوبی میشد. هایله سلاسی امپراتور اتیوپی در جشن 2500 ساله به خاطر دیابت در شلوارش ادرار کرده بود و ایران و این را واقعا در کتاب خواندم، کتاب فریده دیبا. خب حالا اون که یکی از کثافتکاری ها اینا بوده، افتخار اینا عقب افتاده ها سلطنت طلب اینی که میگی ببین ما چه عظمتی داشتیم، این همه سران کشور، یه مش گد گدو، این همه سران کشور رو آوردیم نشوندیم رو به آفتاب. آفتاب شیراز هم دوستان نمیدونید چیه. شما فکر کنید خوزستان گرمه، خوزستان اون رطوبتش گرمای آفتاب رو تعدیل میکنه، ولی آفتاب شیراز سوزنده. و این بود که شما راه میرفتی میرفتی زیر درخت همچی خنک میشد، میاد اون و دوباره آفتاب. این مردم آورده اونجا یکی چتر هم نداده، افتخارشون اینه که آقای شاه با کلا نشسته اونجا. یه مش روانی، یه مش دیوونه، اون یکی دیگه شجاع الدین شفا، ترسو ترین آدم زندگی اسمش شجاع الدینه، کسی که این همه مرض داشت و مرض داد به تاریخ ایران و اون ماجرای 2500 سال اون مردکه نادان را انداخت، شجاع الدین شفا. خب ارشدترین و مهمترین 2000 ساله همان رئیس جمهور، شما نوشتید اوگاندا، ایشون نوشته اتیوپی و همین. یه ماش کی میاد اونجا بیاد تو بر برهود وایسه، اونا پولاشون مهم بود و چیز. خب اینم یکی از تظاهرات ایرانیا که متاسفانه هنوز نه ما اعتصابات بلدیم نه تظاهرات بلدیم، حتی نمیدونیم کدومش اعتراضه کدومش تظاهر، تفاوتشون رو بلد نیستیم و وقتی هم به این دوستان میگیم برید یاد بگیرید بهشون بر میخوره. اینجا نوشته رئیسی قالیباف این آخرین پیام است، نهضت فرهنگیان آماده قیام است. من بارها گفتم فرهنگیان به تنهایی، دانشجوها به تنهایی قیامشون به هیچ جا نمیرسه، چون اینا نیروی کار نیستن. دیدید این جوکای می نویسیم که آقا اگه آخوند نباشه چه اتفاقی میفته؟ هیچی. اگه استاد دانشگاه نباشه چه اتفاقی میفته؟ هیچ. دانشجوها میرن خونهشون. معلم نباشه چه اتفاقی میفته؟ هیچ. بچه ها میرن خونهشون. ولی کارگر نباشه چه اتفاقی میفته؟ راننده کامیون نباشه چه اتفاقی میفته؟ همین سفور نباشه بیاد آشغال تو ببره چه اتفاقی میفته؟ اینا هستن. و اونا آقای فرزاد نیساری، آقای آپتیمیسم، بهرام آپتین، اونا آخوندا بلد بودن. گفت آقای کارگر کارتو تعطیل کن، به مسجد محل مراجعه کن، حقوق تو میدیم، قند و شکر و برنج هم میاریم در خونه. و این کار انجام دادن. شما ندارید، شما دروغ میگید. فرزاد نیساری دوست منه، ولی این دروغی که به شما گفتن شما هم میای میگی همه تفنگا رو، این احمق فولاد انم میگفت که همه تفنگا رو روغن مالی کردیم. آقا تفنگ ام 1 که گذاشتی تو نمد به درد عمد میخوره، ام 1 چند تا تیر میگیره؟ 3 تا یا 5 تا. ما یه بار باهاش رفتیم شلیک، بعد دیگه هر کی جی اس ام میگیره دستش دیگه حاضر نبود ام 1 برداره. که 4 تا تفنگ قرازه رو نگه داشتید اونجا دلتون خوش. اینا مثل اینایی هست که یک قابلمه مال مادرشون نگه داشتن یاد خوراکی توش خوردن، این فرقی با اون نداره. حالا این ما نگه داشتیم، خواهی نگه داشتیم بیای بیرون نفرات. اتفاقا همین آقای تعمورس زمانی خیلی تو برنامه ویدیویش قشنگ حرف میزنه، میگه که ساواکی ها و شالایی ها میخوان بگن مردم انقلاب نکردن، میگن فقط 11% انقلاب کردن. خب این که بدتره، اگه شاه شما با اون ارتش نتونست جلو 11% وایسه، میدونید این خریتشونه. همینی که من هی به دوستان میگم آقا هی نگین این آخوندا بلد نیستن، چون وقتی میگی آخوندا بلد نیستن و تو حریفش نمیشی، یعنی تو از اونم احمقتری. بگو اینا پدرسوخته هستن، شالاتن هستن. شما برو درس پدرسوختگی، شالاتنی، ارگانیزیشن درست کردن رو یاد بگی. اینم از این. خب این اینجا ببینم این چیه تابلوه.
جالبه این تابلوهای ایرانی، مثلا این یکی نوشته این فرصت رو تور کن، پرواز هتل تور، جاذبه گردشی، مبدا مقصد هتل 5 ستاره رایگان، 3 کلیک. بعد نوشته 3click.com. یعنی این فرهنگ ایرانی و انگلیسی و قاطی شدنش هم یه جورایی داره به ما ضرر میزنه، هم یه جورایی جالبه داره زبان فارسی رو به اصطلاح وسیع‌تر میکنه و پویا میشه. ایستا نیست که وایسیم مثل هخامنش رو نمیدونم کوروش صحبت کنیم. خب ببینم اینجا دیگه چیزی ندارم. اینم کاغذ چهارم. بله این فقط عکس‌ها رو اینجا نوشتم بخونم. و این یکی نوشتم طالبان، ببینم چیه طالبان. خب اینجا عکس سلفی از خودش میگیره. 16/9 دوباره بیایم. بله این کامرای دو، ببینید کلکش زدم پیدا شد. طالبان در نوار صوتی به کارمندان دولت در فیسبوک حساب مستعار به نام دخترها بسازید و از حکومت طالبان دفاع کنید. من دیدم که خیلی از ایرانی ها الان سر پرخاش با دوستان افغانستانی برداشتن و هی بهشون توهین میکنن که خودتون از اینجا برید و الا من میکنم بیرون و فلان. نه این کار درستی نیست. شما میتونی خیلی مؤدبانه بلاکشون کنی، ولی شما نباید بگی خودتو انفالو کنه فلان اینا. در صورت این به نظر من یه اشتباهه و ایرانی ها دارن انجام میدن. توی فیسبوک دیدم و توی لینکدین. اینم عکس زندان کریم خان زن. متاسفانه این ارگ کریم خانه، ولی اونایی که همسن من هستن همیشه ما اینو به عنوان زندان کریم خان میشناختیم، تا موقعی که بعد زندان عادل آباد شیراز درست شد و رفتن. و وقتی که حکومت نظامی بود، چون اینجا نزدیک شهربانی بود و هوا برد یه مقداری دور از مرکز شهر بود، وقتی هوا برد میمد اون کمیته مشترک رو توی زندان ارگ یا ارگ کریم خانی گذاشته بودن، که من وقتی میرفتم نوشته زندانیا هنوز به در دیوار اونجا بود. ولی بعد سال 2005 که رفتم دیدم اونجا شده مثل یه موزهی خیلی تر تمیز در حد ایران. میدونی تمیزی هم نسبیه. میگه هم یک اصلاح خشاب نداشت M1 اصلا خشاب نداشت، تکتیر بود. پس اینجوری بود، 5 تا تیر به ما دادن گفتن بریم شلیک کنیم. درسته گلنگدن رو باید میزدی، یه چیز افتضاحی، تا اینکه جیسه 20 تا، بعد جیسه هایی که بزرگتر بود خودشون غیرقانونی میکردنش 40 تا، که بعضی ها میگفتن گرم میکنه، یا جیسه رو برعکس خشابش رو دوتا میچسبوندن به هم میشد 20 تا و 20 تا 40 تا. حالا بعدم حتما سمای اتوماتیکش کردن. M1 اصلا خشاب نداشت، شما درست میگی، گلنگدن داشت و اون لوله‌ای که پر می‌کرده می‌بینه. همه تفنگا گلنگدن داره، حتی هفت‌تیر هم گلنگدن داره. که حالا چرا اسمش گلنگدنه؟ یعنی کجایی این؟ ترکیه. در همان جشن فقط 2 کامیون ما را عقرب کشتن و بار کامیون‌ها کردن. حالا شما برو مثلا همین رو نگاه کن، ببین برای اون منطقه چه ضررایی داشته همین که اینا ما را عقربا را از بین بردن. برای که یه مشتی آدم احمق اومدن تو صحرا خواستن هتل بسازن بدونی که بفهمن باید اول این مارا عقربا رو براشون یه جایی درست کنن، یه روش زندگی براشون درست کنن. اینم یه نوشته من اون روز خوندم، بعد یکی از دوستان اینو فرستاد، به نظرم جالبه. نوشته که گاو اگر وارد کاخ شود شاه نمی شود، ولی کاخ طویله می شود. چقدر شبیه وضعیت کشور ماست. توییتی که باعث بازداشت صدف کاباش روزنامه نگار ترکیه شد. اینم ترکیه هم دوستان یه نگاه بندازید، الان اخبار افغانستان نگاه کنید، این حضور خانوما با حجاب اسلامی، بعد ببینید این شد حکومت امارات، چی میگن امارات اسلامی، ایران شد اسلامی، ترکیه شده اسلامی، چه خبر اونجا؟ از ترس اونایی که از ترس کمونیست هی رو آوردن با آمریکا، آمریکا وسط کار ولشون کرد. کی اونجا قوی شد؟ اسلام و حکومت اسلامی.
زندان عادل‌آباد شیراز همان جایی بود که فخرآور در آنجا قرنطینه بود. زرشک. آره این آقای زمانیان چون ما رو دنبال میکنه، برید بنویسید سربی فخرآور، و آقایی بود به نام فرهاد پارسی که اونم خودش در یه نوع خودش شالاتانی بود و میگم من افتخار میکنم که شالاتان هستم. ایشون از سوئیس زنگ میزد و چیز رو چی میگن گیر انداخت. دوستان شما هم مهمونی یا عروسی چیزی رفتین که لباسی که میبینید به خودتون میگید مثلا این خانمه یا این آقایه چه فکری کرده که رفته این لباس رو خریده؟ این خانم، من چون ویدیو میگرفتم از عروسی ها خیلی از این چیزا میدیدیم با اون دوستمون که میرفتیم، خیلی از این ماجراها بود. حالا شما نگاه کنید این لباس ها، اون پایینش این عکس این خانمه دیگه، ببینید دوستاش که همراهش میرن مثلا برای انتخاب لباس، میدونید که اولا اینا روزی که میرن لباس و اینا، این فروشگاه ها شامپاین واز میکنن میدن به عروس و همراهانشون. این بیچاره ها نمیدونن کجا هستن چی دارن میخرن و سعی میکنن کلی هم وزن کم کنن و بدن خودشون تغییر بدن، ولی ببین به کجا میرسن. نوشته She's not the bride. این یکی، این وری. اینایی که تو لباس عروسی دیگران لباس سفید میپوشن و بعضی ها اشتباه میکنن با عروس، میگن اینا آدم های بدذاتی هستن، با وجودی که دوست عروس هستن ولی عروسی دوستشون رو خراب میکنن. و این یکی نشته بیگ اوپس. اینجا من نمیدونم ایرانی رو اوپس رو چی بگیم. اینجا وقتی یه نفر یه کاری خراب میکنه میگه اوپس مای بد، مثلا اشتباه کردم. اینا برای استفاده احتمالی اوکراین از سانتریفیوژ هایی که آنجا هست. آها، شما میگی که اینا رفتن اونجا میخوان از اون نیروگاه، چون اینا میشه عوض کنن، از تولید به اصطلاح برق و نیروگاه میخوان از اون سانتریفیوژ ها که چیز اتمی هست برای بمب اتم استفاده نکنن. ولی راجع به این که اوکراین اتمی بوده ولی اینا فریبشون دادن، اونم یه بحث جالبیه. این عکس هم من به شما نشون بدم و بعضی عکس ها همون واقعا دیگه هیچ تعریف و اینها نمیخواد. یک عکس گویاتر از هزار کلمه هست. این اینجوری، این چرخیاتی های سینگر یادتونه با پا اینجوری میکردن؟ بله، این مرده با این سن و سال داره خیاطی میکنه و آفرین به اونایی که کار میکنن ولی دست احتیاج به دیگران حتی به فامیل خودشون دراز نمیکنن. خب ببینم این چیه، اینم پاک کنم. مال چیز کنون بوده، دوربین کنون بوده. بله، اینم من به شما نشون بدم. بعضیا وقتی میخوان برن ایران یا از ایران میخوان بیان، برای دوستان دیگه می نویسن که اگر کاغذی دارین، ورقه‌ای دارین، باری دارین، من براتون میبرم. من نصیحتم به شما اینه که الا اینا رو بشناسید، اطمینان داشته باشید، و الا کار ریسک بزرگیه. ایشون البته نوشته فرشته پرواز، نوشته که ارسال مدرک از ایران به آمریکا پرواز 9 فوریه و تحویل اینجا 11، به تمام ایالات هم پست میشه، از رستون ویرجینیا هم به ایران 18 فوریه، یعنی میاد 9 روز 7 روز میمونه برمیگرده. در حد مدرک جا هست، یعنی وسیله نمیبرم. بعد یکی دیگه هم باش تماس گرفته، آقای اکبری، این خانم اکبری هم هم فامیل شماست، گفته هزینه یک برگ ترجمه شده A4 چقدر میشه. حالا اینم باید واقعا ننگ بر این دولت آمریکا، از زمان کلینتون و اوباما هم شروع شد که تحریم کرده مردم معمولی برای کارهای معمولی، زندگی معمولی، چه پولایی به همدیگه میدن، پولا رو بالا میکشن میخورن، چه کاغذایی، چه وسائلی، چه قرصایی. خلاصه این مردم هستن که ضرر میکنن. یادتونه وقتی رئیسی رفته بود روسیه چه سر صدایی کردن که آقا چه بی احترامی شده؟ حتی یه آخوندی به رئیسی گفت آقا شما اگه میخواستی به این دوری بشینی خب با اسکایپ تماس میگرفتی، نزدیکتر بودی. بلافاصله چند تا رئیس جمهور رو
بزرگان ممالک که رفتن اونجا این پوتین اینجوری نشست، تازگی ها گفتن که پوتین یه فوبیایی پیدا کرده، حتی با دولت خودش هم وقتی برای جنگ یوکراین نشست خیلی دور بودن، فاصله زیاد بود. و جالبه که بدونید که این میز اون کسی که ساختتش میگه قیمتش بیش از 100,000 یورو. ببینید چی آخه یه تیکه چوب و میز و اینها، ولی اینجوریه دیگه. اینم آقای پوتین و آقای مکرون. بعد اینم امان از بیسوادایی که بنرم می نویسن و خیلی اشتباه دارن. اینم من به شما نشون بدم که جالب بود، نوشته بود کامرای دو، بله نوشته 22 بهمن روز غلبه کفر بر ایمان. اوه خندیدم کمرم درد گرفت. روز غلبه کفر بر ایمان و الله و الله بر طاغوت بود. حالا نصفه جمله امام خمینی، شورای اسلامی و دهیاری روستای نمیدونم کدسه ساله. این بعضی چیزا میدونی نباید استفادهش به این آسونی باشه برای همه. آقا الان فیلم ها رو نشون میده، طرف فامیلشون مرده، از در مغازه براش مرقد، اون وقتا میگفتن هجله درست کردن، شراین گذاشتن براشون، بنر میذارن، پوستر. آقا طرف مرده تسلیت میگن، یا مثلا طرف رفته دیپلم گرفته برگشته از یه جایی، یا رفته سربازی تبریک میگن. خب البته یه عده، حالا اونایی که بنر مینویسن، آقای زمانی ها نمیدونم جزوش هست یا نه، لابد میگن آقا سوری چوب لای چرخ کاسبی ما نکن. ولی ما ایرانی ها بعضی چیزها رو واقعا بد استفاده میکنیم. خب اینم پاک کنم، نشد همه عکس‌ها رو بهتون امروز نشون بدم. این چی نوشته؟ این محرم برای هویدا. اینو یه بار به دوستان گفتم که فکر نکنن زمان شاه، زمان شاه هم شاه هم اطرافیانش، همین اویسی که اینجا بود، این خیلی آدم مذهبی بود. بعد الانم دیگه الان فوت شد رفت. اینجا نیستم اونجا. بله نوشته که جناب آقای هیرداد، نمیدونم حجیراد بفهم چیزی، این خطای اینجوری من میگم بعض وقتا نمیتونم بخونم، ریاست محترم دفتر نخست وزیر با سلام و تهنیت، چون مردم خراسان علل خصوص مردم مشهد در دهه محرم به منظور شرکت در مراسم عزاداری امام سوم شیعیان تا پاسی از شب بیدارند، علاهازاد در صورت امکان موافقت فرمایید. کارکنان دولت صبحا 2 ساعت با تأخیر در محل کار. ولیان استاندار خراسان، جناب آقای ولیان استاندار خراسان با سلام، موافقت نمی شود یا می شود؟ عبادت آها نوشته که موافقت نمی شود، عبادت به جز خدمت خلق نیست. امیر عباس و هویدا نخست وزیر، این میگن جواب هویدا به اون بوده. آقای اکبری میگه من همیشه به بچه هم سفارش میکنم که اگه من هم یک بسته بهتون دادم قبول نکنید، چون واقعا به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. خیلی ممنون. آقا من آلمان که بودم یک نفر اونجا بود، ما یه سلام علیک دوستی سلام علیکی داشتیم، ولی این دوست صمیمی یکی از دوستای صمیمی ما بود، و این با وجودی که یه پاش مثل فلج بود و از عصا استفاده میکرد و اینا، خیلی ایران میرفته میمد و من همیشه تعجب میکردم خب این چرا اینقدر میره ایران میاد. حالا درسته بلیت ارزون و فلان، بعدن آخر کار معلوم شد یه بار که توی عصاش تمام عصا تریاک و این چیزا میورده، مواد مخدر میورده. خب این اکثرم فکر کنم آقای اکبری گذاشته بود، من با روی عکسا بنویسم شمارم بذارم که تشکر کنم از دوستان و زحمات اونها به اصطلاح چیز نشه، تلف نشه. من اتفاقا آلمان که اومدم، برلین که رفتم، برلین این ماشینا رو یه توری درست کرده بودن، نمیدونم چی بهش میگفتیم تو ایران، موسکوریچی بود، موسکوویچ بود، چی بود اینا که نبود، در اصل یک ماشینای افتضاحی اینا، مثل موتورسیکلت گازی اگه اشتباه نکنم، روغن و بنزین با هم میسوزونن. اون بالا عکس یه بنز انداخته، این پایین عکس
این ماشین نمیدونه دپاتا چی چی میگفتن دپاتی یه چیز. خلاصه من پیش خودم این فکر کردم اون بنزه 1990 فلان حالا هرچی بوده بیچاره الان تو جانکیارده، احتمالا آقای سعید کاووسی ازش دیدن میکنه، ولی اینا رو درست کردن، مردم رو پول میگیرن تو خیابون دور هم میچرخن. و بعضی وقتا اینم مهمه که سرانجام اون چی میشه و سرانجام این. یه سفری که من بعد از ریخته شدن دیوار برلین رفتم آلمان و اینا اومده بودن، ماجرای خونه به شدت چیز شده بود، یکی از چیزهای کثیفی که تو آلمان دیدم این دود اینا بود. خدا کنه یه کاری کرده باشن و الا خیلی افتضاح بود. بارانم براتون خوندم، اینم پاک کنم که دفعه دیگه بعضی هاش وقتی وسط کار میخونم یادم میاد که اینا رو براتون خوندم. و این پهلوی هم نشتون نشون میدم، دیگه ساعت 4 و از خدمت شما چی میگن مرخص میشم از بله. خیلی ممنون، متشکر دوستان عزیز. اینم کامرای 2 ببینیم که چه هست و چه میشود. نوشته امروز مردم ایران قدردان تحریم های آمریکا هستند. دیروز مردم ایران قدردان کودتای 28 مرداد آمریکا هستند. پریروز مردم ایران قدردان اشغال کشورشان توسط آمریکا هستند. این در حقیقت از راست به چپ باد میخوندم. پریروز این رضا شاه، دیروز این محمد رضا و امروز هم این رضا تنبل. در صورت اگر دوستی هست که سلطنت طلب هست و فکر میکنه جای دفاعی از اینا هست خوشحال میشیم. یه آقای هست به نام مطیعی اگه اشتباه نکنم، ایشون یه دو بارم تلفنی با من قدیما صحبت کرد، ولی حالا یه برنامه‌ای دارن میشینن. این دوستانی که عقده ارتش داشتن، خب ببخشید اینو میگم، خیلی از اینایی که خودشون رفتن تو ارتش و اینا اون ماچو من و عقده بودن و اینا رفتن، بعد دیگه دیدن ای دیگه رای ندارن، حقوقش خوبه و اینا، بعد حالا هم که اومدن هنوز 30 سال این لباس کهنه ها رو میرن از فروشگاه میخرن یا لباسشو نگه داشته میپوشه میان میشینن شکمشون هم میفته داخلش، حالا یکی هم لاغره مثل تیمسار روانی که جلو دوربین قش کرده اینا، ولی از اتاق فرمان میخوام بگم آقا شما چرا گول خودت میزنی؟ آقای مطیع چه کسی به اصطلاح سرباز شماست؟ این حرکت ها رو دست بردارین، خودتون مسخره مردم نکنین. والا بلا مردم تو ایران به شما میخندن. به غیر از این حکومت هم میاد فیلمای شما رو بر میداره، یادتونه فیلمای حخا و فولادوند و اینا رو درست کرده بود مسخره میکرد، مسخره میکنن برای اینکه خودشون رو بیشتر دوام ببخشن. دست بردارین، خجالت بکشید، هر روز نگید امشب میریم قابلمه میزنیم، فردا میریم نمیدونم این کارو میکنیم و هی پس فردا بگید اینجوری اونجوری. دیگه از دوستان خودمونم هستن، آقا طرف بچهشو گرفته نمیدونم قابلمه میزنه، ولی آقای زمانیان کار درستی انجام داد، یه دیگ خیلی بزرگ برداشته گفته برای اونایی که نمیتونن بیان بیرون من میرم به نیابت اونها با کفگیر میزنم به دیگ به جای قاشق زنی. دوستان عزیز ممنون و متشکرم. این چیه دیگه جمعش کردن؟ آها اون ماشینا رو. آره بابا چی بود؟ خیلی دود میکرد و اینا، اسمش تربانت بود که میگفتن ترابی. آه اومدم من نرفتم سوار بشم، گفتم اصلا آدم باید خجالت بکشه که این ماشینه رو گذاشتم بذارید خاموش فیلم نشون بدید که چقدر دود میکرد و اینا. در صورت من از شما دوستان ممنون و متشکرم. دوستان برنامه های تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. و اینکه این برنامه ها به زودی روی یوتیوب هم قرار میگیره، تو فاصله 1 ساعت میتونید در تمام شبانه روز نگاه کنید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم آگهی داشته باشید، میتونید تبلیغ داشته باشید. و برنامه ما همینه، به همین سادگی، به همین گپی خودمونی. روز و روزگار بر شما خوش. بریم و کنسرت گوگوش هم ببینیم. بارها اینو من نگاه کردم ولی هیچ وقت نتونستم 2 ساعت 3 ساعتشو نگاه کنم تا من این ویدیو برنامه خودم و ویدیو کانون آوا رو بذارم و این 3 تا رو میذاریم روی پلیلیست. پلیلیست یادتونه این صفحه ها
پنج تاشو میذاشتن یکیش میرم عقب تقی اون یکی میافتاد، این چه دنیایی بود، چه اتوماتیک شده بود اینا. بعد شد 50 تا سی دی، بعد شد 100 تا سی دی، بعد یه دفعه همه اینا از بین رفتن. یک چیزی میگن به این کوچولویی، یه فلش مموری، به این کوچولویی هزاران آهنگ و ویدیو رو میتونه تو خودش ذخیره کنه. اینم باز اون چیزه بود که اگه کسی خدایی نکرده کمر درد داره و اینا شرکتایی هستن که همه چی میسازن برای دست درد، پا درد، زانو درد. خب مرسی دوستان، روز روزگار بر شما خوش، با امید فردای بهتر و آیندهی روشن‌تر. خیلی ممنون که با ما بودی. استاپ ریکوردینگ.